با خوش آمد به همگی و کسانی که به این جلسه اومدن و کسانی که بعداً نگاه خواهند کرد. امشب بحث ما راجع به دوره بندی نظام سرمایه‌داری خیلی بحث مهمیه. خیلی از مسائل گوناگون در رابطه با نوع توسعه در کشورهای مختلف و سرمایه گذاری های کشورها در کشورهای دیگه غیره به این دوره بندی برمیگرده و این بحث دومیه که تراب داره ارائه میکنه در این رابطه. امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم. بفرما تراب عزیز. مرسی از یاسمن عزیز. بله، همطور که شما گفتین بحث بسیار مهمیه به نظر من، به خصوص برای چپ، به خصوص برای چپ مارکسیست، چون خیلی از بحثای ما هنوزم که هنوزه در واقع سر همین مسئله دورانه. امروزه شما نگاه کنین، مثلا همین بحثایی که الان هست در این که آیا امپریالیزم هنوز همون امپریالیزمه، آیا امپریالیزم مثلا دیگه وجود نداره، آیا امپریالیزم یه نوع جدیده، اینا خب همش مربوط میشه به بحث دوران و بحث دوره بندی سرمایهداری به طور کلی. یا مثلا این بحثایی که تا یه بحرانی میشه میگیم سرمایهداری در حال سقوطه، دیگه نمیتونه این بحرانش رو حل کنه، این بحران دیگه از اون بحران هاست که به صلاح ما نمیبینیم راه. یعنی این تیپ بحثا رو هم زیاد دیدیم بعد از هر بحران. حتی مارکسیست های برجستمون گاه و گداری در همین به صلاح روش بحث درگیر میشن که هر بحرانی رو در واقع بحران آخری سرمایه داری میبینن. تئوری سقوط، تئوری بسیار انحطاط، تئوری دوران و افول، اینا هم همش به هر حال یه شکلی مربوط میشه به بحث دوران و چگونگی دوره بندی سرمایه داری. یا مثلا این بحثایی که امروزه را افتاده، دنیا در حال قطبی شدنه، بسیار هژمونی آمریکا در حال افول، دنیای چند قطبی در حال شکل گیریه، ما وارد یه دوران جدید بسیار چند قطبی داریم میشه. خب اینا همش برمیگرده به بحث دوران. یعنی میخوام بگم بحث دوران بحثی است که بدون اینکه شاید خودمونم ملتفت باشیم همیشه به یه شکلی در بحثای سر هر مسئله سیاسی روز ما درگیره. یعنی واقعیتش اینه که از شاید بشه گفت از انقلاب فرانسه به این طرف بحث دوران همیشه تو بحث‌های سیاسی رفقا بوده دیگه، چه بورژوازی چه به اصطلاح چپ سوسیالیست، همیشه مسئله اینه دیگه. به هر حال این بسیار نظامی که در مقابل ماست دورش کی میگذره، بسیار آیا دوره بسیار سقوطش رسیده نرسیده، در چه دوره‌ای به سر میبره. یعنی از اون موقع شما نگاه کنین یا حتی قبل از اون موقع، یعنی مونتسکیو شاید برای اولین بار این بحث دوران رو مطرح کرد و موقعی که در اروپا در واقع این بحث دوران چه دورانی بعد از قرون وسطا وارد این دوره مدرن که شدیم چه دوره ایست این دوره، حالا تفاسیر و تعابیری که هر کی هم داشت از این فرق داشت. خلاصه میخوام بگم بحثش حتی فقط به مارکسیستا بر نمیگرده، در دوره بورژوا بسیار دموکراسی و بسیار انقلابیگری بورژوایی هم بسیار این پدیده شکل گرفته. برای ما بسیار چپی ها که خب این بحث خیلی مهمه، چون به خصوص بعد از انقلاب اکتبر این بحث دوره بندی سرمایه داری تحت عنوان مبحث دوران یکی از بسیار نکاتی است که در بین الملل سوم برای مثلا جمعبندی تجربیات انقلابی سوسیالیستی در مقابل بین الملل دوم یکی از بحثهایی که روش همیشه تاکید میشد بحث دوران بود، ما در چه دورانی به سر میبریم. خلاصه میخوام بگم این بحث دوران بحث مهمی، همونجور که یاسمن عزیزم اشاره کرد. منم هدفم از باز کردن این بحث در بخش اولش این بود که طرح مسئله رو در واقع عنوان کنم، یعنی نکات و مسائلی رو که ما باید بهش بپردازیم برای اینکه این مبحث دوران رو روشن کنیم، به صلاح لیستوار بگم، برای هر کدومم یه توضیح مختصری دادم
هدفم این بود که رفقای دیگه‌ای درگیرشن در این بحث دوران. چه بحثی نیست که کار یه نفر و دو نفر نیست، واقعا باید اقلام رو هم بذاریم و این بحث رو جلو ببریم دیگه. همینجوری خود به خودم این بحث حل نمیشه، مگر اینکه این گفتگو صورت بگیره و رفقایی که کار کردن، فکر کردن سر این مسئله واقعا با هم درگیر بشن. یکی از اهدافی هم که ما تو این اتاق دنبال میکنیم اینه دیگه، بدون پیش قضاوت سعی کنیم بحثای همدیگر رو بفهمیم، کارهایی رو که رفقا در این رابطه در هر حوزه‌ای کردن رو بشناسیم، وهله اول آشنا بشیم که این نظرات چیان، وهله دوم بتونیم به صلاح وارد گفتگو و نقد همدیگه بشیم. این بحث دوران میشه گفت چی میگن به صلاح بحث فراگیر تمام این بحثایی است که ما در این اتاق خواهیم کرد به یه شکلی، و به یه معنای هم شروع کردیم. هم به نظر من همین بحثایی که مثلا میگم رفیقمون مهرداد وهابی آورد وارد اتاق کرد برمیگرده به مبحث دوران به یه شکلی، یا بحثایی که رفیقمون مراد فرهادپور مطرح کرده، یا بحثایی که رفیقمون یا مناظره‌ای که بین رفیقمون پرویز صداقت و این دو نفرم در گرفته به یه شکلی برمیگرده به همین مبحث. رفیقمون مکنر که اومد بحث مسئله استراتژی انقلابی رو مطرح کرد، دقیقا بنیاد بحثش دوران بود به یه معنای، و اینکه اصولا با مبارزه با سرمایه‌داری معنیش یعنی چی. خلاصه میگم از جوانب مختلف ما این بحث رو مطرح کردیم. منم سعی کردم به یه شکلی بر اساس فهم خودم از این مسئله بگم نکات اصلی که به عقل من میرسه باید ما برباز کنیم و سرش یه به صلاح چی میگن تجمع نظری بتونیم برسیم این هاست، و یه سری نکاتی رو گفتم. اولیش مسئله چیز بود، مسئله به صلاح روش، مسئله روی، مسئله تئوریک بود. اونم این که ما موقعی که میگیم دوره بندی سرمایه داری، خب اول باید یه مفهوم روشنی از سرمایه و سرمایه داری داشته باشیم دیگه. درنچه اگر از یه فهم مشترک از سرمایه و سرمایه داری شروع نکنیم، در واقع تو مبحث دوران هم به جایی نخواهیم رسید. و علارغم این که رفقا ممکنه فکر کنه خب این که امریست بدیهی، سرمایه و سرمایه داری که دیگه همه میدونیم چیه، که به اعتقاد من نه، یعنی از دید مارکسیستی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، ریشه خیلی از مشکلات همینجاست که هنوز درک درستی از همین مبحث اصلا نداریم. درک درست، حالا شاید حرف درستی نباشه، درکی که همه مشترک توش باشیم نداریم. حالا کدومش درسته کدومش غلطه، آدم به صلاح از قبل از این بحث نمیتونه قضاوت کنه. میخوایم جمعبندی برسیم بعد از این بحث. بنابراین به نظر من نه، و این ریشه هم برمیگرده به قرائت ماها از کاپیتال مارکس، از تئوری های مارکس، و اشاره کردم به اینکه چرا قرائت خود کتاب سرمایه و نحوه قرائت کتاب سرمایه یکی از ریشه های اشکالات در این مبحث دوران. اینا رو که حل کنیم تازه میتونیم برسیم به مبحث تئوری دوره بندیمون، حالا چی باید باشه، حالا بر این مبنا بر چه اساسی ما میخوایم این سرمایه داری رو دوره بندی کنیم، آیا اصلا اساس و پایه‌ای بر این کار وجود داره، یا صرفا ما داریم یه بحث تاریخی رو به صلاح داریم دوره بندی میکنیم، منطق این دوره بندی کجاست، تاریخچه است یا نه یه منطق به صلاح سیستمی داره، یعنی در چارچوب سیستم سرمایه داری این دوره باید تعریف بشه. بنابراین این خودش یکی از مباحثی است که از نظر تئوریک روشن نیست. بنابراین بحث من این بود قبل از اینکه ما بخوایم بحث سر مبحث دوران بکنیم، باید روشن باشه بینمون که سر همین مسائل هنوز اختلاف داریم، هنوز ناروشنیم، هر کی یه حرفی میزنه، حرفهای مختلفی زدش میشه. بنابراین این یکی از نکات بود که گفتم باید باز شه این مبحث. بعدم اشاره کردم به نکاتی که همین الان هم قبلش همین صحبت اخیر گفتم، اونم این که مثلا این مبحث امپریالیزم
یا مبحث دوران افول، دوران انحطاط یا دوران سقوط، اینا یکی از مباحثی است، سه تا از مباحثی است که در واقع توی مبحث دوران مطرح شده، به یه شکلی به اینا هم باید بپردازیم با تصحیح به اصطلاح دیدمون از مفاهیم تئوریک خود مارکس و قرائت درست از مفهوم سرمایه داری، میتونیم تازه به اینها هم بپردازیم. اینها تا چه اندازه درستن؟ خود این تئوری سقوط، با اینکه خیلی همون فکر نمی کنیم ما اعتقاد داریم به این، خیلی از مارکسیست ها میگن نه ما تئوری سقوط نداریم، ولی واقعا نگاه کنی ته بحث خیلی از به اصطلاح چپ ما هنوز این تئوری سقوط سرمایهداری هست که سرمایهداری به یه شکلی عاقبت سقوط میکنه دیگه. فقط باید حالا ببینیم که داریم نزدیک میشیم به اون، چقدر فاصله داریم، و توی همین مبحث دوران انحطاطش رو مطرح کردیم دیگه، یه دوران انحطاط داره که دیگه بعد از اون سقوط میکنه. به طور کلی، به طور بسیار خیلی عمومی، نه اینکه این بحث ها اشکالی داره، بالاخره هر سیستمی عاقبت سقوط خواهد کرد، ولی اینکه با هر بحرانی بگیم دوران سقوط فرا رسیده است و با چه مبنایی میتونیم بگیم دوران سقوط فرا رسیده است، خودش مبحث مهمیه دیگه. تجربه تاریخی حداقل اثبات کرده که این نتایجی که تا حالا گرفتیم درست نبود دیگه. مثلا میگم لنین موقعی که میگه مرحله انحطاط سرمایداری فرا رسیده و امپریالیزم آخرین مرحله سرمایداریه، یعنی بعدش دیگه از بین باید بره و از بین خواهد رفت، خب بعد از اون ما 100 سال رشد سرمایه‌داری داریم که با 200 سال قبلش اصلا قابل مقایسه نیست. 10 برابر 200 سال اولیه سرمایه‌داری، سرمایه‌داری بعد از اون جزوه لنین رشد کرده. خب این چه نوع دوره سقوط و دوره انحطاطیه که سرمایه‌داری میتونه این همه هم رشد کنه؟ نشون میده بحث ما یه اشکالی داره دیگه. بنابراین به نظر من خود همین مبحث به صلاح سقوط و انحطاط خودش یکی از بسیار جوانب جداگانه است که باید به نقد گذاشته بشه. چپ سوسیالیست به قول همون رفیقمون مکنر که اون بحث سر استراتژی، بحث عالیشون سر استراتژی تو این اتاق شنیدیم، ما انقدر گم شده ایم. چپ منظورش چپه، میگه چپ واقعا یه بحران رادیکال گمشدگی داره، نمیدونه رو چی وایستاده، چی میگه، آینده چیه، یعنی حتی موقعیت خودش رو سرش الان یه حالت گمشدگی داره. موقعی این همچین بحرانی چپ جهانی رو فرا گرفته، خب یکی از اولین کارهایی که باید بکنیم اینکه این گذشته خودمون رو دوباره بررسی بکنیم دیگه، و نقد این تئوریا و بررسی این تئوریا یکی از روش‌هایی است که ما میتونیم با نقد اینا مسائل امروزمون رو بهتر بفهمیم. بنابراین خود این مبحث یه مبحثی است که باید جداگانه اصلا بحث بشه. تئوری سقوط، تئوری انحطاط، تئوری افول، اینها همشون معانیش چی هن؟ و اینا رو یه بررسی و نقد مارکسیستی باید از دستاوردامون تا حالا سر این قضیه بکنیم. نکته بعدی این که به اصطلاح نگاه میکنیم به بحث اصلی دوران که حتی توی دوره ما هم هنوز ادامه داره، همین مسئله امپریالیزمی که اشاره کردم. آیا این دنیای فعلی رو میشه بهش گفت یه دنیای امپریالیستی؟ امپریالیست کیه؟ آیا مثلا چین و شوروی هم میشه گفت امپریالیست؟ یا مثلا یه ور قضیه دیگه، نه اصلا امپریالیسم اون شکل سابقش دیگه از بین رفته، ما چیزی به اسم امپریالیسم نداریم. حالا خیلی به اصطلاح بعضی از گرایش‌ها که به اصطلاح درجه از انعطاف نشون دادن، یه چیزی به اسم نو امپریالیسم ما داریم، یه امپریالیسم نوعی داریم که فرق داره با امپریالیسم سابق. یعنی خود همین بحث امپریالیسم ببینید چقدر ما رو درگیر کرده. چندین صد کتاب تا به حال در این 30-40 سال اخیر سر این قضیه نوشته شده و متاسفانه بحثش هم از حوزه خود چپ وارد، از حوزه چپ فعال
وارد صرفا حوزه های آکادمیک شده و در حوزه های آکادمیک هم که کتاب به هر حال عین هر چیز دیگه یه کالاست دیگه. در نتیجه مثلا یک کتاب سر به اصطلاح امپریالیست کافی نیست، بعد هر ناشری ده ها کتاب سر این امپریالیسم منتشر کنه، یعنی صدها نظر و صدها جلد کتاب سر همین قضیه نوشته شده و منتشر شده و ماشاءالله ما هم که در ایران همه اینا رو ترجمه میکنیم. در نتیجه بحث خود امپریالیسم یکی از بحث هاییست که همه ما رو به یه شکلی با خودش مشغول کرده، هنوزم که هنوزه هیچ که هر کدوممون یه جوابی داریم، ولی واقعا نشستیم با همین جوابا رو یه جنبندی ازش بکنیم و یه نوع چی میگن؟ یه نوع همگرای نظری رو حداقل بتونیم درون چپ سوسیالیستی شکل بدیم سر این قضایی. یا همونطوری که گفتم همین مبحث این که آیا انگلستان اگه امپریالیست بود مثلا روسیه فعلی هم مطابق همون تعریف میشه گفت امپریالیستیه، یا آیا چین هم امپریالیستی عمل میکنه. ببینید فقط چقدر کتاب سر این قضایا نوشته شد. خلاصه خواستم من با طرح این مسائل بگم که ما این مسائل رو باید تک تک مطرح کنیم، به بحث بگذاریم و سعی کنیم به یه روشنگری سر به صلاح نظرات موجود برسیم سر این قضایی، و امیدوار بودم که رفقای دیگر بیاد و این صحبت رو ادامه بدن. حالا هر کی بیاد یه گوشش رو بگیره و صحبت کنه دیگه، ما رفقایی داریم که الان همینجوری مالده میخوام اسم ببرم، همین الانش به تئوری سقوط اعتقاد دارن. خب بیاین اینجا این تئوری رو باز کنین دیگه، یا ماها هممون همینجوری این نقل و نبات از افول و انحطاط و نمیدونم این چیزا صحبت میکنیم در رابطه با سرمایه داری. خب بیایم اینا رو مطرح کنیم. دعوتی بود از رفقا، به خصوص رفقایی که کارم کردن سر این قضايا و خودشون هم میدونن که کار کردن، سالها سرش کار کردن، دعوت کنم که بیان اینجا که بتونیم بحثا رو را بندازیم. متاسفانه البته من خودم از چندین نفر که میشناختم پرسیدم، چندین نفرم میگم از رفقایی که من تا حالا صحبت کردن در همین رابطه صحبت کردن، ولی هنوز اون به صلاح باز این صحبت های اولی هم هر کی به صلاح بحث خودش رو کرده. نمیخوایم برگردیم سر اصل قضیه، این نکاتی که من برشمردم. خلاصه سرتون درد نیاورم، فعلا تا به امروزش دلیلی که تأخیر افتاد بین بخش اول صحبتم و بخش دوم صحبتم دلیلش این بود من منتظر بودم این رفقای دیگه بیان درگیرشن و هر کدوم یه گوشش رو باز کنه، یه جمعی بسازیم که این بحث رو ادامه بده. چند نفرم جواب مثبت دادم، مثلا من حالا نمیخوام ایشون تو پوست گردو بذارم، ولی رفیق اون مثلا مهرداد وهابی خودش گفت که اونم مدت هاست، میدونم منم سال ها سر این قضیه دوران کار کرده و یکی از کسایی است که میتونه بیاد سر حتی یه جنبه های تکنیکی این بحث هم خیلی تو مثلا منم اشاره کردم یکی از مباحثی دیگه هم که توی مارکسیسم بوده بحث خیلی به اصطلاح علمی تکنیکال هم هست. عذر میخوام، مبحث موجهای بزرگ رشد و رکوده، لانگ ویوز به اصطلاح تئوری موجهای بلند که کوندراتیف میاد اولین بار مطرح میکنه. این بحث مثلا تو دوره مدرن هم دوباره خیلی از اقتصاددونای به اصطلاح حتی بورژوایی درگیر این بحث مجددا شدن، و مثلا رفیقمون مهرداد از کسایی که سری قضیه خیلی کار کرده، خودش هم اتفاقا اظهار علاقه کرد، متو خب متاسفانه اینقدر گرفتاره و اینقدر به اصطلاح وقتا به هم نمیخوره هنوز نتونستیم این به اصطلاح جنبه رو به اصطلاح عملیش کنیم، ولی امیدوارم مثلا عملی بشه. ولی رفقای فقط مثل مهرداد وهابی نداریم که سر این قضیه مشخص کار کردن، سر مسئله دوران و دوره بندی سرمایه داریم، رفقای دیگه هم داریم. امیدوارم خلاصه اگر کسی این صحبت رو دوباره میشنوه مجددا این
دعوت ما رو گوش کنه که ما واقعا مشتاقیم که این بحث رفقا رو بشنویم. خب از این مقدمه که بگذرم، خب میگم چون کسی فعلا نیامده، من گفتم خب خودم بحث خودم رو شروع کنم دیگه. یه نکاتی رو من در رابطه با همون روش برخورد به این قضیه تو بحث اولیم گفتم که امروز اگه فرصت بشه میخوام اینا رو بشکافم، چون یه سری رفقام از فاصله اون بحث مقدماتی تا الان از من سوالاتی در این رابطه کردم. اگه بتونم امروز همین بحث رو به اصطلاح بکنم خودش مهمه، ولی خب اگه بشه یه سری سوالات دیگه هم شده که خب حالا این بحث دورانیه و دوره بندی، من یه نتیجه گیری هم از بحث های خودم اون موقع که هم گفتم من نظرم چیه، نظر خودم هم گفتم، یه مقدارم در اون رابطه ای از من سوال شده که اگه بتونم بعضی از اونها رو هم امشب جواب بده. خلاصه این بحث ما. برگردیم سر بحث سرمایه. رفقایی که کاپیتال رو میخونن به نظر من هنوز از کاپیتال یه برداشتای نادرستی است. اولا این نقد اقتصاد سیاسی مارکس که کاپیتال جلد اولشه، زمان خودش منتشر شده، جلد دو و سهش هم از روی یادداشتاش توسط انگلز و بعد به کمک حتی کاوسکی ادیت شدن و منتشر شدن، در واقع این پروژه نقد اقتصاد سیاسی که خود مارکس برای خودش در نظر داشت تکمیل نکرده. خود مارکس قصد داشت از یه سطح تجرید خیلی ابتدایی و کلی شروع کنه که جلد اول کاپیتال، سرمایه به طور عام، سرمایه به شکل ایدئالش، به شکل منطقیش، سرمایه به طور عام قانون حرکتش چیه، و توی این یه سری فرضا کرده. فرضش مثلا اینی که بازاری وجود نداره، هر چیزی که تولید میشه ارزشش هم تحقق پیدا میکنه، یه جوری خود به خود به حساب فروش میره، مبادله میشه و ارزش خودش رو تحقق میده. خب یه همچی چیزی که وجود خارجی نداره، این فقط در سطح تجرید آبستره میتونه معنا پیدا کنه. شما یه سیستمی که چند تا متغیر داره ما که میخوای بررسی کنی، خب یه سری متغیرها رو ثابت میگیری، از یه متغیری که مهمه به حساب ابتدایی ترین اصلی ترین این به اصطلاح گرایش هاست، این به اصطلاح متغیر هاست، از اونو ببینی حالا چی میشه، از اون شروع میکنی، بعد یکی یکی متغیرهای دیگر هم وارد این به اصطلاح تحلیلت میکنی. روش تجزیه و تحلیل، روش کشف مارکس هم نیست، می از زمان ارسطو ما یه همچین روش تجزیه و تحلیلی رو در به اصطلاح بررسی پدیده کم و بیش قبول کردیم دیگه، خیلی هم رایج، حالا به اشکال و شیوه های مختلف با استفاده های مختلف. این روش تجزیه و تحلیل کامل نشده، خود مارکس قصد داشت در جلد اول که این کار رو میکنه در جلد دوم حالا سرمایه رو ببره تو توضیح، ببره تو دقیقا بازار، بازار رو وارد قضیه بکنه، نحوه تحقق ارزش رو توضیح بده، و تو جلد سه بره تو سرمایه به طور خاص، یعنی سرمایه های متفاوت و رقابت رو نشون بده و بحران های سرمایه داری رو نشون بده و به اصطلاح گرایش های موجود تو این رقابت بین سرمایه داران رو نشون بده، بعد تو جلد چهارم بره وارد طبقات و دولت بشه، جلد پنجم الی شاید جلد ششم اقتصاد جهانی و بازار جهانی رو توضیح بده. یعنی از تو اینم به یه شکل منطقی، یعنی همون حالتی که میخوای سیستم سرمایهداری رو بسنجی، نه یه سرمایهداری کنکرت رو، این مقولاتی که به طور کلی این سیستم، این وجه تولید رو به اصطلاح توضیح بده. بنابراین تئوری مارکس یا برنامه مارکس برای وجه تولید سرمایهداری تکمیل نشده اولا، یعنی ما چیزی نداریم به اسم تئوری مارکس در وجه تولید سرمایهداری،
چیزهایی داریم ولی کامل نداریم، خیلی جنبه هاش ناتمامه. من جمله و مهم از همه بسیار این جوانب دیگه مسئله دولت، یعنی ما صرفا سرمایه داری رو در تولید و در توزیع نمیتونیم بررسی کنیم، در دولت هم باید بررسی کنیم. دولت، جامعه مدنی، جامعه سیاسی، دو تا جامعه جداگانه از هم نیستن که یه عده‌ای تو جامعه مدنی هن یه عده‌ای تو جامعه سیاسی. همه ما هم تو جامعه مدنی هم تو جامعه سیاسی، اقتصاد هم تو جامعه مدنی هم تو جامعه سیاسی. یعنی اساسا این که دولت به عنوان یه قدرت میره بر فراز جامعه قرار میگیره، نشون میده که در تولید اجتماعی تناقضات طبقاتی به یه جایی رسیده که باید این قدرت بره بالا سر دولت قرار بگیره، بالا سر جامعه قرار بگیره، ولی نمیتونه این تناقضات رو حفظ کنه. بنابراین خود تئوری دولت مارکس رو ما در چارچوب بسیار تعریفش از سرمایه داری نفهمیم، خیلی چیزها رو هنوز نفهمیدیم. یعنی اینا باید توی تجربیات بعدی و تو تکامل بعدی تئوری اینا اضافه بشه، که خب یه چیزای اضافه شده ولی خب یه گیرایی هم همین اضافاتی که شده برای ما ایجاد کرد. این پدیده است که باید بررسی بشه. یا نکته مهمتر حتی از مسئله دولت این که از دید خود مارکس در واقع سرمایه داری رو شما بدون بازار جهانی، بدون اقتصاد جهانی نمیتونی بفهمی. کنکرت شدن این مدل تئوری که بسیار خیلی آبستره در اینجاییست که حالا همه این مناسبات رو برداریم ببریم بذاریمش وسط اقتصاد جهانی و سرمایهداری رو با اقتصاد جهانی ببینیم چجوری میتونیم توضیح بدیم. یعنی از دید خود ما، با اینکه مارکس یه جا به عنوان یه جمله جایی نگفته، ولی به نظر من دقیق از همین بحثای مارکس، از نقشش برای سرمایهداری، برای کتاب کاپیتال و فهم سرمایهداری شما و نامه‌هاش و کارهای بعد از این کاپیتال، اون چند سال آخر عمرش که دوباره بعضی از این نکات اشاره کرده، آدم بخواد دقت کنه میشه قشنگ اثبات کرد که خود مارکس هم در واقع دیدش از وجه تولید سرمایهداری یه وجه تولید جهانیه. برای مارکس وجه تولید سرمایهداری با وجه تولید فئودالی یا بردهداری یا آسیایی یه تفاوت کیفی داره. اونم اینه که سرمایه برخلاف ثروت‌های ما قبل سرمایه، مثل مثلا زمین یا مثلا فرض کنید معدن، مواد خام، طلا، نمیدونم مواد خامی که خیلی مورد نیازه، یعنی این طبقات حاکمه ای که متکی به این قدرت ها بودن بچه تولید آسیایی و فئودالی و بردهداری رو توضیح میده دیگه. برخلاف اینا سرمایه یه ارزش خودافزاست، قلمرو لازم نداره، احتیاج نداره حتما تو انگلیس باشه، میتونه بره در هندوستان، میتونه بره در آمریکا، میتونه شناور باشه در جهان و خودشم در شکل اولیه‌ای که شکل میگیره از دل بازار جهانی شکل میگیره. ماش در توضیح این خیلی تلاش میکنه. بنابراین اصولا ما این وجه تولید رو نمیتونیم به صورت یه وجه تولید انگلیسی توضیح بدیم، بگیم وجه تولید سرمایداری در انگلستان غالب شده است یا وجه تولید سرمایداری در آمریکا غالب شده است. این چه اشکالی رو ایجاد میکنه؟ دقیقا اشکال بعدیش اینه که حالا ما یه مدلی از سرمایهداری در کلمون پیدا میشه، یعنی فکر میکنیم مارکس داره اینجا در کاپیتال یه مدل به اصطلاح کلاسیک، حالا یه عده مثلا یه سری از اقتصاددونایی که سر همین مسئله دوران کار کردن، مثلا اونو توی ژاپن و خیلی از طرفداراش مثلا البریتون و سکینو، خیلی از کسایی که سر این مسئله کار کردن، خیلی از کسایی که امروزه سر
منطق سیستمیک در کاپیتال برخلاف منطق تاریخی که انگلز به صدا خیلی برجسته کرده به صدا نظر دادن، سعی مبحث دوران کار کردن، در واقع اون دور مارکس رو میگن کتاب توزیع سرمایداری نابه، سرمایداری خیلی بسیار خالص، سرمایداری که واقعا سرمایداری، حالا سرمایداری ناب یعنی چی؟ خودش مفهومه دیگه. مارکس یه عبارتی رو به کار میبره، میگه یه مدل ایدئاله، یه متوسط ایدئاله از سرمایداری. متوسط ایدئال منظورشون یه متوسط خاص نیست، یه متوسط ناب نیست، یه متوسطی است که متکی هنوز به ایده های ابستره، تئوریکه، یه مدل تئوریکه، یه مدل یعنی از واقعیت تجرید کرده، این مدل رو داده از کله خودش البته در نیاورده، از خود واقعیت در آورده، ولی مدله، یه مدلی است از این واقعیت، یه مدل ایدئاله، مدل مقولاته، مدل کنسپتاست، مدل به اصطلاح منطق روابط این کنسپت های مختلف با هم دیگه، مدل تئوریک یعنی یه همچین مدلیه. این مدل ناب سرمایه‌داری نمیشه اسمش رو گذاشت، ولی خب متاسفانه همین تئوری مدل ناب قبلا هم توی ماها وجود داشته، تو مارکسیستا وجود داشته، خیلی فکر میکنن آره دقیقا همینطوره، یه مدل ناب، مدل ناب به اون معنی حالا خالص اونجوری نه، مدل بسیار کلاسیک سرمایه داری، بسیار اولین و اون شکل بسیار کلاسیکی است که سرمایه داری شکل گرفت، اونم انگلیسه، مدل انگلیس. خب حالا بر اساس همین مدل ما شروع میکنیم سنجیدن این، شما مثلا ببینید بحثایی که بین رفیقمون صداقت و وهابی و فرهاد پور بود تا یه اندازه برمیگرده به این که یه مدل ما از سرمایه داری داریم، حالا میخوایم بگیم آیا این هست اون مدل یا نه، میگیم بد نیست، نه این پس اینه، این یه چیز دیگه است، این سرمایه داری نیست، این مثلا سرمایه داری فئودالیه، این سرمایداری آسیاییه، این سرمایداری مذهبیه، این سرمایداری نمیدونم اینجوریه، یه خوز خسرتی داره که با اون مدل متعارف متغایره، در صورت همچی چیزی ما اصلا نداریم در سرمایداری. سرمایداری اگه به صورت یه بچه تولید جهانی به شما نگاه کنی، این که در یک کشوری چیه ویژگی های تاریخی اون کشوره که تعیینش میکنه، ویژه با منطق مقولات نمیتونی اون رو توضیح بدی، با مقولات جلد اول کاپیتال نمیتونی اون رو توضیح بدی، موقعی که از سرمایه میخوای وارد سرمایه داری بشی باید سرمایه دار باشه که سرمایه رو یه جایی به جایی میبره، اون سرمایه باید یه قدرت دولتی پشتش باشه که به خودش این اطمینان رو بده که سرمایهش از اینجا برداره به یه جای دیگه ببره، بنابراین نمیتونی از سرمایه داری رو از سرمایه دار و دولت جدا کنی، تحلیل درجه ای بخوای این دوتا رو با هم بیاری، خب این تاریخی میشه، جز تاریخی تو نمیتونی این رابطه رو توضیح بدی که چجوری سرمایه داری در انگلستان چه کارا کرده رو باید تاریخی توضیح بدی، مدل کلاسیکی نداره این سرمایه داری، این که در انگلستان چجوری رشد کرده این سرمایه داری جهانی خیلی فرق داره با شکلی که در فرانسه رشد کرده، با شکلی که در آمریکا رشد کرده، با شکلی که 100 سال بعد از این ستا پیدا شده، در این اشکال متفاوتی که میبینیم از سرمایه داری اشکالی است که کشورهای مختلف توی این وجه تولید سرمایهداری جهانی که در حال شکل گیریه به صلاح خودش رو تونسته نشون بده. بنابراین به نظر من اولا تئوری باید دیده با این کنسپتی که وجه تولید سرمایهداری یه وجه تولید جهانی است از اول شروع کنیم.
خودش تو این دام نندازه که یه نوع وجه تولید سرمایه داری داریم ما در انگلستان، یه نوع وجه تولید سرمایه داری داریم در فرانسه، آمریکا، اینا به هم خب خیلی نزدیکن، ولی یه نوع وجه تولید های سرمایه داری داریم که اصلا خیلی غریبن. به اینا دیگه نمیشه گفت سرمایه داری. یا مثلا سرمایه داری به اندازه کافی هنوز تو اینها رشد نکرده که به همین شکل کلاسیکش در بیاد. این نواقص رو داره. این 6 تا 7 عامل از این کشورهای پیشرفته برمیداریم میگیم چون اینا رو نداره این اون سرمایه‌داری کامل نیست، اون سرمایه‌داری ناب نیست، اون سرمایه‌داری کلاسیک نیست. درسته که جهانی ببینیم اینا اجزای یه ارگانیزم واحد هست. اجزای ارگانیزم ولی نداره همش عین هم باشن. هر کدوم یه فانکشن خودشو دارن در این ارگانیزم. مثلا کشور ایلی مثل فرض کنید عربستان سعودی یه دفعه به شکرانه دلارهای نفتی میشه یکی از بزرگترین سرمایه گذاران جهان. الان جزو 20 کشور سرمایه گذاران بزرگ جهان جزو یکی از 20 کشور عربستان سعودی. یه چیزی حدود 3 تریلیون دلار سرمایهش توی جهان در حال چرخشه، در این شرکت، در اون شرکت، در این مؤسسه، در اون مؤسسه سرمایه گذاری کرده. یه همچین پدیده ای رو نمیتونید بگید نه این که سرمایه داری کلاسیک نیست، نه ما شیخن مثلا حالا پول گیرشون باده رفتن این کار کردن. نه، در چارچوب یه نظام واحد جهانی که به قضیه نگاه کنی معنی پیدا میکنن این اجزا. زائده های مختلفه مثلا این سرمایه داری جهانی، این رو باید توی دید جهانی بررسی کرد حتی بخوای یک کشور رو تو فقط بفهم. برابر این یه جنبشه از لحاظ تئوری. دویی که گفتم این کتاب کاپیتال، پروژه کاپیتال ناقصه و تموم نشده متاسفانه. حتی همین شکل ناقصش، یعنی جلد 1 و جلد 2 و جلد 3، حالا یه دیگه هم تئوری های سرپلاس و نیرو میگن جلد 4، ولی خب اون یه ذره چی میگن سردرگم کننده است. اون در واقع تحقیقاتی است که قبل از نوشتن کاپیتال مارکس کرده، اونو نمیشه جزو کاپیتال گذاشت. مثلا یه سری کارهای اولیه مارکس سر به اصطلاح تئوری های ارزشی که خونده همون موقعی که داشته کار میکرد رو کاپیتال، همون دوره که مثلا گروندریسر رو تازه شروع کرده سرش فکر کرده. یا خود گروندریسر رو نمیشه با کپیتال مقایسه کرد. کپیتال کار خیلی دقیق تریه تا گروندریسه. گروندریسه مارکس برای خودش داره افکار خودش رو جمع و جور میکنه هنوز، و مارکس هم یه کسی است دائم در حال یاد گرفتنه. شما از موقعی که رو سرمایه مارکس کار کرده تا موقعی که همون جلد اولش منتشر کرده خودش 5-6 بار نظرش عوض شده، در مورد مسائل مختلف خودش حرفای دیگه زده، برنامهش اصلا سر خود کاپیتال عوض شده. برای یه کار کامل نیست که ما ازش تئوری اقتصادی مارکس بخوایم بیرون بکشیم، تئوری وجه تولید سرمایه‌داری بخوایم بیرون بکشیم، ببینم یه چیز عامش بکنیم که حالا همه هم باید این رو قبول کنه. خب این ولی همین کتاب ناقص رو هم شما دقت کنین اغلب کسانی که کاپیتال رو خوندن خیلی اصلا امروز جلد 2 جلد 3 هم خوندن، 100 سال پیش که اصلا صدق نمی کرد. شاید 10 نفر نبودن تو اروپا که هر 3 جلد به صلاح کاپیتال رو خونده بودن، چون تو هیچ من تو 5-6 نفر از مارکسیستای اون دوران فقط شما اشاره می بینین مثلا به جلد 2 و 3، یکیش مثلا روزا لوکزامبورگ، تو خیلی دیگه حتی اشاره هم به جلد 2 و 3 نشد. یعنی مارکسیستای اوائل قرن 20 شاید اصلا جلد 2 و 3 هم نخوندن. تازه که یه مقدار به صلاح همه به صلاح فهمیدن جلد 2 و 3 هم هست و اینا رو هم باید خون، واقعا با حرف من حتما موافقی. اغلب اونطوری جدی نمیگیرن جلد 2 و 3 رو. تو گویی جلد 1 خیلی کامل تره. جلد 2 و 3 آره یه نکاتی گفته،
اضافه کرده، هر کم از توش یه چند تا نکته برداشته و برجسته کرده، ولی درکش رو توی این چارچوب مدل تئوریکی که مارکس میخواسته بسازه، یعنی از یه سطح تجرید اساسی و به اصطلاح ابتدایی شروع کنه، این تجرید رو هی مشخص تر، هی ریل تر، هی واقعی تر و واقعی تر و واقعی ترش بکنه تا به یه مدل کامل تئوری از این وجه تولید آسیایی از این وجه تولید سرمایه داری برسه. این کار رو تکمیل نکرد، ولی یعنی جلد دو جلد سه یه قدمی است به جلو در تحلیل مارکس. همینجوری نمیشه یه چیز فرعی در نظرش گرفت، با اینکه تموم شده نیست. خیلی بخونه، بعضی جاش واقعا خسته کننده است، اینقدر تکراریه، یعنی نشون میده ادیت نشده دیگه. یعنی مارکس یه چیز رو همینجا گفته، بعد دوباره یه جور دیگه همین دوباره سه صفحه راجبش نوشته، اینا جمعبندی نشدن و خیلی سخت دشوار خوندنش. ولی در ضمن یه مرحله مهم بعدی در فهم کاپیتال، یعنی به نظر من شما جلد دو جلد سه رو نخونین، کاپیتال جلد یک رو هم نفهمیدین. یعنی خود جلد یک رو برای اینکه درست بفهمین باید حتما جلد دو و جلد سه رو بخونید. مثلا تو جلد یک ما میبینیم مارکس تئوری ارزشش رو توضیح داد، ارزش به صلاح کار آبستریس که در تولید این محصول رفته. خب یعنی چی؟ خیلی ها از همین این برداشت رو میکنن که کار آبستره یه چیزی است که تو خود تولید، یعنی عین یه اسنس، عین یه جوهر، عین یه چیزی، مثلا بری ته صدا این کالا رو که نگاه کنی، بری درون این کالا رو که نگاه کنی، میبینی تبلور، حتی لغت تبلور رو مارکس به کار، یه تبلوری از این کار آبستره وجود داره. یعنی ارزش یه چیزی نیست که توی کارخونه توی این محصول تولید شده و حالا مثلا مقدارش اینه، اگر این مقدارش مگر ترکیب ارگانیک سرمایه بره بالا مثلا نرخش میشه اون، یعنی با این نشسته مارکس بازی کردن. ولی این تا تو جلد دو رو نخونین میفهمی از این اگر تو بازار فروش نره ارزشی نداره، ارزشش اصلا تحقق نشده. ارزش اون چیزی که شما فهمید یک جوهر درون این کالا در تولید ایجاد شده، نه در توضیح تازه مشخص میشه، در توضیح یک از طریق مبادله تازه ما میفهمیم کار آبستره تو هر کدوم چقدر شده. کار آبستره یه چیزی نیست که میشه اندازه گرفت، در کارخونه اندازش گرفت گفت اینقدر کار آبستره توی این محصول رفته و حالا پس بنابراین ارزشش اینه. کار آبستره خودش مژرمنتش در بازاره، یعنی سرمایه است که تعیین میکنه کار آبستره چیه، بازاره که تعیین میکنه کار آبستره چیه، نه تولید، توزیع. خلاصه میخوام بگم خود همین این، یعنی ساده ترین تئوری مارکس، تئوری ارزش، هنوز خیلی ها هستن تو مارکسیستا که فکر میکنن ارزش تولید اسنس کار، حالا کار آبسر هم تعاریف مختلفی دادن، یعنی کار آبسر عین مثلا ما در علوم طبیعی میگیم طبیعت لایه های واقعیت طبیعی، واقعیت فیزیکی لایه های مختلف داره، یه واقعیت مثلا اتمیه، یه واقعیت مثلا مادیه، یه واقعیت کمیکال شیمیاییه، یه واقعیت بیولوژیکه. اینا لایه هایی است از واقعیت که روی همدیگه بنا شدن و به هم متکیه. کاپیتال را هم اینطوری به اصطلاح نگاه میکنن، فکر میکنن به اصطلاح این به اصطلاح کاری که در کار آبستری که در این به اصطلاح محصولات کالایی هست، یه چیزی درون این کالا که میشه اندازش گرفت، حالا میشه مثلا به یه شکل، حالا اندازه‌گیریش سخته ولی خب میشه اندازش گرفت. یعنی میخوام بگم حتی سر همین تئوری ارزش یه چیز به این ابتدایی
در نقد مارکس از اقتصاد بورژوایی واقعا هنوز برداشت مشترک، برداشت روشنی نیست و روشن حتی نیست تفاوت بین این دوتا برداشت و عواقبش چیه. یعنی بحث سر این چیزها هنوز ممکنه در سطوح آکادمی که عده‌ای دارن با همین بحث ها رو میکنن، ولی ربطی به ماها جماعت عادی نداشته، ربطی به فعالین سوسیالیستی نداشته این بحث ها. متاسفانه رفقا و رهبران و تئوریسین های خود این جنبش نتونستن هنوز به این بحث ها جواب کافی بده. بنابراین به نظر من نه تنها پروژه مارکس تموم نشده، بلکه حتی همون کار نیبه تمامی هم که مارکس کرده ما در واقع جلد دو سه رو زیاد بهش دقت نکردیم. بدون به نظر من اصلا فهم جلد دو جلد سه، همونطور که گفتم جلد یک اصلا معنی نداره. جلد یک یه توضیح خیلی ساده مثل ارزش اضافه است که ریشه ارزش اضافی کجاست و این اسنشیالیست، این جوهرگرایان فهمیدن این مسئله در مارکسیسم خودش سرمنشه بسیاری از اشکالات و ایرادات. خب بنابراین به نظر من این کمک کرده به اینکه این اشتباه تاریخی در فهم سرمایه‌داری به عنوان وجه تولید را بیفته، چون مارکس حالا اضافه بر روش تحقیقش، منطقش برای بررسی مسئله تو خود نقد بسا معرفی گرون ریسه یه بسا مقاله سر روش اقتصاد سیاسی که به عنوان مقدمه گرون ریسه سر گرون ریسه چاپ شده که در واقع یه مقاله جداگانه بوده ولی به هر حال معروف به اسم مقدمه گرون ریسه، مارکس روشش رو توضیح داده، روشش رو در اقتصاد سیاسی، روش تجزیه و تحلیلش رو در واقع توضیح داده، روشی که برای اقتصاد سیاسی میتونه به کار ببره. و در اینجا به اصطلاح مارکس در واقع توی جلد دوم میگه سرمایه‌داری واقعی، سرمایه‌داری کنکرت، سرمایه‌داری که ما در بازار میبینیم، سرمایه‌داری که در یه جامعه سرمایه‌داری شما میبینی اصلا یه دنیای کاملا وارونه است. یعنی این وارونگی مناسبات سرمایه‌داری رو که به عنوان فتیشیزم تو جلد اول یه اشاره بهش کرده، تازه تو جلد دومه که شما میتونی بفهمی که اساساً شما نگاه کنین به سرمایه داری، مارکس بی سرمایه داری یعنی واقعی این ظاهر قضیه، ظاهر قضیه سرمایه داری چیه؟ سرمایه داری نقطه حرکتش، یعنی نقطه شروعش نرخ بهره است. مثل الان دنیا رو نگاه کنین، همه دنیا منتظر است ببینن آمریکا یا نرخ بهرهش رو پایین مثلا 25 درصد ممیز 0.25% کم میکنه یا نه. یعنی همین مثلا ژاپن 6 هفته پیش تا حالا نرخ بهره صفر بود دیگه، حتی منفی بود، چند سال پیش تو ژاپن نرخ بهره منفی بود، یعنی پولتو میذاشتی تو بانک تازه بعد به بانک هم یه پولی میدادی که پولتو نگه داره. حالا نرخ بهره یه ذره بردن بالا، یه ذره بردن بالا، 6 هفته تمام بازار بین المللی ریخت به هم. یعنی نرخ بهره، شما هر اقتصاددود بورژوا، هر سیاستمدار بورژوا هم که نگاه کنی، نرخ بهره کلیدی. بهره اگر نرخش این باشه، من سرمایه دار میشینم حساب میکنم نرخ بهره چقدره، چقدر میتونم از بانک قرض بگیرم با این نرخ بهره و چه نرخ سودی میتونم توقع داشته باشم از این جنسی که میخوام بفروشم که بتونم اون بهره رو بدم، خودم هم یه پولی درآورم. اینجوری میشین حساب میکنید دیگه، من مزد کارگر رو میدم، خرج مواد خام رو میدم، ماشینالات رو میخرم، این دیگه زرنگی منه که حالا میبرم توی بازار یه پول اضافه ازش در میارم. یک دنیای واقعی سرمایه داری اینه دیگه.
اون چیزی که دو جلد اول سرمایه مارکس توضیح میده، اون واقعیت زیر این روابط ظاهری، اون جوهره که زیر این روابط ظاهریه، اون اینجا وارونه شده کامل. یعنی شما اساساً وارونگی، شیوارگی جامعه سرمایداری رو فقط تو جلد دو میتونین بفهمید. چجوری این قدری اهمیتی شده به مثلا جلد دو و جلد سه؟ و یا مفهوم رقابت و این طرحهای بازتولید گسترده مارکس یا تئوری بحرانهای سرمایداری که تو جلد سه مطرح شده، شما اگر جلد سه رو نخونید و رقابت و چند سرمایه، نه سرمایه به طور کلی بلکه سرمایه داری، یعنی چند سرمایه رو که شما در نظر بگیری، خب این مفاهیمه که مهم میشن و اینا رو درست حالا در رابطه با جلد یک قرار ندی، برداشت درستی از سرمایه داری نده. بنابراین بحث اولی من اینه، تمام رفقایی که میخواد بحث سر دوران بکنن، اول باید یه نقد از به اصطلاح شناخت خودشون از مفهوم سرمایه و سرمایه داری رو بکنن و قرائتشون از مارکس رو سر این مفاهیم. تا این رو نکنیم پی می با هم دیگه میپریم، با هم دیگه بحث میکنیم، ولی بحث از بالا سرمون رد میشه. یعنی واقعا مستقیم چیزی رو مورد نقد و بررسی قرار نمیدیم، چون اصلا با از دو تا متراژ مختلف شروع کردیم. یعنی با کنسپت های متفاوت داریم این بحث رو با هم دیگه میکنیم. کنسپت مشترک نداشته باشی که نمیتونی بحث بکنی، که باید سر یه کنسپت توافق باشه که بشه بحث کردیم. اصلا از بیخوبان با هم اختلاف نظری داشته باشیم چجوری میشه سر یه موضوعی بحث کرد؟ بنابراین به نظر من یه جنبه مهم از این قضیه اینه. خب حالا این رو میگم باید بیان رفقای دیگه هم، حالا ما هم تو دورهای مختلف سر فرصت این جنبه ها رو بیشتر باز کنیم و بشکافیم. حالا اینجوری که بررسی کنیم و چه تولید سرمایه داری جهانی، یعنی باید اینجوری نگاه کرد که سرمایه تو بازار جهانی شکل میگیره به صورت سرمایه تجاری، سرمایه بانکی. این سرمایه تجاری و این سرمایه بانکی دوران مرکانتیلیزم همون سرمایه مالی و بانکی دوران سرمایه داری نیست، قبل از سرمایه داری یه شکل پریمیتیوه، یه شکل ابتداییه، هنوز درست نمیتونه اون منطق حرکتی رو که مارکس در سرمایه توضیح داده دنبال کنه. کارش صرفا یه جنس بخره ارزون بفروشه گرون، اینجوری ارزش افزایی میکنه. اون اینجوری به معنی کلی کلمه سرمایه است، یعنی ارزش خودافزاست، هی خودش رو اضافه میکنه، هی خودش رو گنده میکنه از طریق مبادله، مبادله ساده. خب این سرمایه تجاری که شکل میگیره، مثلا تو جلد دو مارکس این رو قشنگ توضیح میده، اینجاست که میفهمی اصلا خود منشأ سرمایه داری رو تو بعد تو رابطه این سرمایه تجاری و بانکی که تو بازار جهانی شکل گرفته با به اصطلاح اقتصاد کشورهای مختلف در نظر بگیری. یه جاها این منجر به رشد مناسبات کالایی میشه، یه جاها نمیشه، حتی به عقب میرونه مناسبات کالایی رو. یعنی مناسبات کالایی، ما داریم قرن 17 هم، قرن 16 هم، قرن 18 هم اینا صحبت میکنیم دیگه، بین قرن 16 هم تا قرن 18 هم که این بچه تولید سرمایداری مثلا حداقل اروپای غربی و آمریکای شمالی رو میگیره، تحت سلطه خودش میگیره. این سه قرن همه جای دنیا، حتی تو آسیاش، حتی تو آفریقاش، حالا به درجات مختلف، همین بازار جهانی، همین مناسبات کالای جهانی پدیده‌های مشابهی رو ایجاد کردن. یعنی پروسه شکل گیری سرمایه در این جاهام شروع شده. ما مثلا دوره صفویه، من گفتم مثلا ما داریم تاجرایی که قبلا مأمور دولت بودن، دولت اینا رو میفرستاد برای تجارت جهانی، برین از چین فلان چیز رو بخرید بیارید. حالا
یه استقلالی پیدا شده بود. تجارت به این جاده به اسم موسوم به اسم جاده ابریشم بین آسیا و اروپا انقدر رونق پیدا کرده بود، خیلی از این، حالا خیلی نه ولی یه تعدادی از این تجار مستقل هم پیدا شده بودن. یعنی هر جا که شما نگاه کنی این پروسه شکل‌گیری سرمایه تجاری و مالی و پولی در اشکال ابتداییش وجود داره. یه جاهایی این سرمایه تجاری و پولی جهانی که تو بازار جهانی شکل گرفته، حالا میره انگلستان، فرانسه، آلمان، آمریکا رو میگیره دستش، یعنی میره دولت ها رو میگیره دستش، از طریق دولت ها اقتصاد رو به تدریج میگیره دستش، تولید کالایی ساده تبدیل میکنه به تولید مانوفاکتور، تولید مانوفاکتور رو تبدیل میکنه به تولید صنعتی. خود این پروسه رو شما بدون اینکه از بازار جهانی شروع کنی نمیتونی تعریف کنی. قبل از شکل گیری سرمایه داری میگه مارکس میگه بازار جهانی میتونه با یه عرضه و تقاضا، با یه قانون عرضه و تقاضا امپراتوری ها رو واژگون کنه. یعنی قیمت مثلا سیب زمینی تو این بازار جهانی بالا و پایین بره، یه دولت میتونه سقوط کنه. قیمت فلان چیز به خاطر عرضه و تقاضا تو این بازار جهانی تغییر کنه، انگلستان یه دفعه میتونه ورشکست بشه. یعنی نقدن همین اقتصاد جهانی حتی قبل از انقلاب صنعتی، حتی قبل از غلبه سرمایه‌داری در انگلستان، نقش تعیین کننده داره در اقتصاد خیلی از کشورها، به خصوص کشورهایی که سهم بزرگی دارن تو تجارت جهانی. و اروپایی ها به خاطر اهمیت راه‌های دریایی و کشف آمریکا به اصطلاح یک دفعه حجم تجارت جهانی که بالا میره، بزرگترین بهره رو تجار اروپایی ها میگیرن، به خصوص کشورهایی که دریا نوردم هستن مثل هلند و پرتغال و اسپانیا و انگلیس، که سرمایه تجاری و بانکی چون بازار جهانیه بتونن این روابط جهان از این حجم تجارت جهانی بالا رفتن ماکسیموم استفاده رو بکنن. یعنی سرمایه مالی و تجاری که جمع میشه عمدش متمرکز میشه تو این کشورهای اروپا، اروپای شمالی و از طریق اروپا و به خصوص انگلستان تا اندازه هم فرانسه منتقل بشه توی آمریکا و آمریکا و کانادای فعل. یعنی این سرمایه داری که ما اوایل فرض کنین قرن 19 هم کم و بیش توی این دنیای آمریکای شمالی و اروپای شمالی و غربی میبینیم، سرمایه داری است که از بازار جهانی اومده، از این حجم افزایش حجم تجارت جهانی استفاده کرده، انباشت کرده، خودشو به یه درجه ای رسونده که واقعا میتونه حالا بره وارد تولید سرمایه‌داری صنعتی بشه، یعنی تولید بزرگ رو به عهده بگیره و یه جاهایی خب موفق میشه میکنه، اینجا هم سرمایه‌داری میکنه، ولی یه جاهای دیگه الزاما نیست همین کار رو میکنه به شکل کندش، نه، یه جاهای دیگه میره خراب میکنه اون پروسه رو. مثلا میگم همین سرمایه تجاریه که برمیداره چیت منچستر رو میبره در هندوستان حالا میفروشه، درست؟ چیت منچستر رو که با ماشین صنعتی منچستر تحت شرایط سرمایه داری تولید شده تو میبری هندوستان، با اون نخریس هندی نمیتونه با این رقابت کنی، این به مراتب ارزون تر از اون میتونه در بیاره چیتش رو، درچه میذاره نابود میکنه تولید نساجی مثلا داخل هندو. یعنی همون که باید از هند هم مثل خود انگلستان دیگه بعد از این تولید دستی میرفتن تولید مانوفاکتور، از تولید مانوفاکتور میرفتن به تولید صنعتی، یه ضرب سرش زده میشه توسط سرمایه تجاری. یعنی سرمایه تجاری و بانکی
این نیست. حتی خود مارکس هم چه حرفی غریب ضد عکس این حرف رو زده، گفته یه جاهایی اگه شرایط مناسب باشه باعث رشد سرمایه داری میشه، یه جاهایی که شرایط مناسب نباشه نه تنها باعث رشد سرمایه داری نمیشه، اقتصاد خود رو کشورم نابود میکنه. مثلا یه نمونه دیگه، ایرلند رو شما ببینید. ایرلند و سرمایهداری انگلیس میره تبدیل میکنه به مزرعه سیب زمینی، یعنی اقتصاد خود ایرلند از بین میبره که زمینای بزرگ اینو تبدیل کنه به مزرعه سیب زمینی، سیب زمینی رو تو بازار اروپا بفروشه. همون حالا تازه این سرمایه تجاری است که میگن داره وارد مرحله صنعتی و سرمایه داری هم میشه، یعنی سرمایه داری صنعتی نقدن شکل گرفته، تولید مانوفاکتور دقیقا همه جاگیر شده و این انقلاب صنعتی انگلستان آخر قرن 18 همه دیگه، در نتیجه دیگه اوائل قرن 19 هم دیگه گرفته دیگه سرمایه داری، و این سرمایهداری حالا رفته زده ایرلند رو نابود کرده اقتصاد ایران. نمیخوام یعنی نه تنها وجه تولید سرمایهداری نرفته به مراحل جدیدتر، بلکه از نظر تاریخی به عقب برگشته، یعنی اون خرد مالکایی که حالا از توشون یکیشون میتونه بشه سرمایهدار سرشون اصلا زده شده. حتی قبل از این شما نگاه کنید سرمایه تجاری سرمایه پولی چجوری خودشون اینطور انباش شدن، فقط از طریق مبادله تو بازار جهانی که نیست، چجوری اینقدر سرمایه توی اروپای غربی و شمالی جمع شد؟ از جنگ های صلیبی، از غارت طلا و نقره دنیا، یعنی اون چیزی که ما اسمشو میذاریم انباشت اولیه، مارکس در کاپیتال هم یه فصل به انباشت اولیه توضیح داده، تخصیص داده و اتفاقا خیلی هم فصل خیلی هم مهمیه، حالا اون بحثش یه جوری بر میگردیم بهش، بحث انباشت اولی. ولی این دوره انباشت اولیه که اون موقع منظور بسا اقتصاددونای اروپایی بود، یعنی اون دوره 200-300 سال قبل از سرمایهداری شدن انگلستان، قبل از سرمایهداری شدن اروپای غربی و شمالی، این دوره ای که از فئودالیسم تا سرمایهداری، این انباشت اولی، دوره انباشت اولیه. خود این دوره انباشت اولیه که نتیجهش اینه که سرمایه در دست یه عده انقدر متمرکز میشه و وسایل تولید انقدر از دست تولید کنندگان مستقل کنده میشه که حالا سرمایه میتونه نیروی کار رو در تولید صنعتی خودش به کار بگیره. یعنی این تمرکز از یه طرف و سلب مالکیت از یه طرف دیگه، تمرکز مالکیت از یه طرف و سلب مالکیت از یه طرف دیگه، یه پروسه است، یه پروسه 200-300 سال است که داره تو اروپا و تو جهان داره شکل میگیره. و تو همین پروسه انباشت اولیه غارتی که این چند تا کشور اروپایی از طلای آمریکا، اینکا و اینا که کامل از بین میبرن و تمام طلاشون رو غارت میکنن، نقره و طلای چین رو که غارت میکنن، از آفریقای جنوبی غارت میکنن، یعنی از جنگ جهان، میگم از جنگ جهانی، از جنگ صلیبی اینا شروع میشه، چون اون موقع مقدار زیادی از ثروت پولی در خاورمیانه جمع دیگه، این طلا و نقره ای رو که جمع تو خاورمیانه از طریق جنگ های صلیبی خیلیاشو غارت میکنن میارن اروپا. یعنی خود همین غارت یکی از انگیزهای مهمیه که چرا انباشت اولیه در اروپا به سرعت تبدیل میشه به سرمایه داری. نمیگم همه عوامل، یکی از عوامل. یعنی چی میخوام بگم؟ پروسه سرمایه داری شدن رو که ما نگاه میکنیم، اگر اینطوری ببینیم، جهانی ببینیم، از اول بنابراین چجوری باید به دنیا نگاه کنیم؟ دنیا اینه، میخوایم دنیا رو بفهمیم، یعنی اینکه یه وجه تولید سرمایه داری داره شکل میگیره، این وجه تولید سرمایه
سرمایه داری مطابق منطق خودش، مطابق ماهیت خودش، به عنوان سرمایه، حرکت سرمایه، سرمایه به عنوان یه ارزش خودافزا فقط میتونه در مقیاس جهانی معنا داشته باشه. نه اینکه الان وجه تولید سرمایه داری جهانی شکل گرفته، نه هنوز شکل نگرفته، ولی توی یک کشور آره غلبه هم کرده. به در سطح جهانی نمیتونیم بگیم وجه تولید سرمایه داری ما داریم، هنوز شکل نگرفت، ولی از همون اول شما اگر اینجوری نگاه کنی، بعد اینکه بخوای کشورها رو با هم مقایسه کنی، تئوری چیه؟ که پروسه ادغام این کشور و اون کشور در سرمایه داری جهانی چی بوده؟ مرحله بندی اگر ما میخوایم بکنیم، در وهله اول مرحله بندی معنیش یعنی این، یعنی این که این کشورهای حاشیه‌ای، این کشورهایی که توی مرکز اروپای غربی و شمالی نبودن که این سرمایه‌داری اینجا تونسته اینطور رشد کنه و شکل بگیره، اینها چجوری در این بازار جهانی سرمایه‌داری به تدریج ادغام میشن؟ پروسه انتگره شدن کشورهای ما قبل سرمایه داری در این وجه تولید جهانی چیه؟ رابطه بین کشورهای غیر از اروپای شمالی و غربی با کشورهایی مثل آسیا و آفریقا و غیره رو میخوایم بررسی کنیم، بعد این پروسه ادغام رو بفهمیم چیه. پروسه ادغام هم بخوایم بفهمیم چیه، خب اینجا مسئله کنکرت میشه دیگه، چون گفتم سرمایه که خودش راه نمیفته حرکت کنه، که سرمایه داره که بعد این سرمایه رو برداره به صلاح حرکت کنه، سرمایه دار خودش آلت دست سرمایه میشه. همون روابط شیعی شده فتیشیستی که سرمایه داری ایجاد میکنه، همون روبنای به صلاح فتیشیستیکی که سرمایه داری ایجاد که وارونه است از واقعیت واقعی، اون دنیای ایدئولوژیکی که سرمایه داری بنا میکنه، که اقتصاد سیاسی خودش یه بیان از این دنیای ایدئولوژیک بورژوایی که مارکس به این دلیل نقد اقتصاد سیاسی میکنه، یعنی نقد این شیوارگی، این ایدئولوژیک دیدن، این واقعیت رو ندیدن، این غیر ساینتیفیک بودن، غیر علمی بودن بورژوایی رو میخواد نشون بده، دقیقا اینه دیگه. خب این حالتی که به اصطلاح این سرمایه بر کشورهای مختلف شروع میکنه غلبه پیدا کردن، آیا حالا ما میتونیم دوره بندی کنیم یا نه؟ یعنی بحث حالا برمیگرده به این. بنابراین یه مدل تئوریک ما از سرمایه داریم، این مدل تئوریک هم یادمون باشه هنوز یه برداشت کامل منسجم و مشترک ازش نداریم، چون برداشت منسجم و مشترکی هنوز از کاپیتال وجود نداره، در بین مارکسیستا که هیچ، در بین حتی آکادمیسیان ها وجود نداره، درچه به این شکلی نمیشه گفت این تئوری هست که این همه باید قبول کنن، نه خود همین هنوز کلی بحث و به صلاح مشاجره سرش هست. باید اول یه مدل اینطوری رو شکل بدیم که تازه بعد از اون بتونیم صحبت کنیم از دوره بندی. دوره بندی ها هم باید به این معنا دوره بندی ببینیم که ببینیم این وجه تولید که باید جهانی باشه خودش اصلا کی جهانی شده. یعنی این ایده، این مدل ایدئال، این مدل در ایده که باید منطقا یه همچین وجه تولید سرمایه داری جهانی شکل بگیره، واقعا کی شکل گرفته و در چه مراحلی به اینجا رسیده، چجوری به اینجا رسیده؟ یعنی اینجا از تاریخ نمیتونی شما اینو جدا کنی، خب واضحه باید یه بررسی تاریخی بکنی. بنابراین از مدل تئوریک تا بخوای کنکرت بشی، مدل مشخص تاریخ باید انگلستان رو برداری بررسی کنی، ایران رو برداری بررسی کنی، تاریخی بررسی کنی شکل ادغامش در این بازار سرمایداری جهانی چیه، رابطهش با این بازار جهانی سرمایداری چیه، به این وسیله بتونی کشورها رو ازش تحلیل کنی، کشورها رو ازش استخراج کنی.
اینطوری که نگاه کنیم، اگه بخوای مشخص صحبت کنی باید تاریخی صحبت کنی، ولی آیا بین این دوتا یه مثلا سطح ابستراکشن، یه سطح تجریده، یعنی یه سطح تئوری که هنوز وجود داره یا نه؟ آیا میشه این تاریخ رو هم یه معیارهایی پیدا کرد که دوره بندیش کرد؟ خب همون کسایی مثلا همین طرفدارای اونو که گفتم که اقتصاددان مثلا ژاپنی که یکی از اولین کسانی است که اومده این طرح مثلا منطقی کاپیتال رو انگشت روش گذاشته، تا این تعریف تاریخی از کاپیتال رو که مدل تاریخ که میگم اسمشو به غلط گذاشته سرمایهداری پیور، سرمایهداری ناب، که به نظر من حرف مارکس درسته، گفتم سرمایهداری ایدئال، سرمایهداری در سطح منطق و ایده مونده هنوز، یعنی سرمایهداری که من دارم از نظر تئوریک بیان میکنم نه یه سرمایهداری واقعی. سرمایهداری واقعی این مدله به یه شکلی درش به اشکالی هست، ولی نه به اون شکل ناب و خالصی که شما فهم، ایدئال به یه شکل ایدئال وجود داره. این شکل ایدئال رو باید به اصطلاح بشینیم و یه مقدار دقیق تر کنیم. حالا اینطوری که نگاه کنیم بر این اساس چجوری میشه این دوره بندی رو بشه منطقی تر؟ خب به نظر من دوره بندی باید مطابق همون معقولات مدل تئوریک بهش برخورد کنیم دیگه، یعنی نمیتونیم از کله خودمون، حالا یکی تاریخیه کنکرت میخوای بررسی کنیم باید تاریخی بررسی کنیم، و تاریخ هر کشوری هم کنکرته، چون یه دولت سرمایه گفتیم خودش از یه جا به یه جا نمیره، یه دولت باید حمایت کنه از حرکتش که از اونجا راه بیفته، یه دولت هم این ور باید بهش اجازه بده که به اینجا بیاد، درنچه رابطه دولت ها اینجا مهم میشه. یه جایی سرمایهداری انگلیسی میخواد بره جنساش اونجا بفروشه، میگه داخل تولید کننده های مستقل بیارید، میره به دولت پول میده گور پدر مثلا تولید کننده های تنباکو خودتون، گور پدر مثلا تولید کننده های پارچه خودتون، اینا به درد تو نمیخورن، این پارچه های منو بذاری اینجا ما بفروشیم ببین چقدر پول ازش در میاری. یعنی باید بره یه بخشی از طبقات حاکمه رو که معرفی میکنن اون دولت رو عقل کنه، تحمیق کنه، برای اینکه بتونه این رابطه رو برقرار کنه دیگه. خب در چه رابطه دولت هایشون مهمه، بدون رابطه دولت ها تو نمیتونی رابطه این دوتا کشور رو توضیح بدی. تاریخچه این دولت ها در این کشورها خودش تاریخچه ادغام این کشورهاست در این سرمایهداری جهانی. سرمایهداری جهانی یه جا به یه عده احتیاج داره که اتفاقا جلوی رشد سرمایهداری رو بگیرن، مثلا موقعی که خودش میخواد سرمایه برداره ببره تو ایران، سرمایه داره برداره ببره چین و هندوستان در تولید مواد خام، نمیخواد یه سرمایه دار بومی بیاد با این رقابت کنی، در چه میره رو اون بخشی از طبقات حاکم و دولت ها اتکا میکنه که ما قبل سرمایه داریم. شما در ایران ما ببینید بعد از 200 سال 300 سال ارتباط ایران با سرمایه داری جهانی، ما برگشتیم به وجه تولید آسیایی در رابطه با دولت. دولت ما به دولت صفوی خیلی نزدیک تر تا به دولت سرمایه داری امروزه دنیا، ولی این به خاطر ملاها نیست، همین خصوصیات رو در دولت رضا شاه هم میدیدی. دولت رضا شاه مگه چیه؟ رضا شاه یه افسر درجه دوم در ارتش قزاق روسیه که در ایران مستقر بودن که بعد انگلیسی ها میگیرن زیر دستشون، چجوری یه دفعه شد بزرگترین زمیندار ایران؟ از طریق دولت. یعنی همون شکل آسیایی که دولت همه چی مال دولت، بقیه در واقع اونقدر که دولت بهشون یه چیزی بده حق حیات دارن، با همین مگه رضا شاه مستقر نکرد در ایران؟ مگه محمد رضا شاه چی بود؟ محمد رضا شاه که ایران رو صنعتی کرد چجوری صنعتی کرد؟ مثلا مونوپولی تولید یخچال رو میده میکرد رفقای درباری خودش،
فلان کسک مثلا اشرف گفته بود به من کلی کمک کرده، این میشد مثلا رئیس نمیدونم بهمانجا، بهمانی مثلا به سازمان امنیت کمک کرده، آه مونوپولی تلفن مثلا مال شما. یعنی عین تیولدارای مغول به صلاح بخشای انحصاری تولید وسایل مصرفی رو میداد دست این اون آدم. مگه الان جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه؟ از این که دولت در واقع منشأ همه مالکیته، حالا به شکل اسلامیش داره این رو توجیه میکنه، اون به شکل آریامهری و ما می خاندان سلطنتی و می ما معرف به صلاح همون به سلطنت آریایی هستیم که در قبل از اسلام در ایران وجود داره. اینجوری یا تعریف میکنی این استبداد آسیایی رو، یا ایدئولوژیک دیگه، یا ناسیونالیزم یا مذهب دیگه، چیزی از این دوتا پایه های دولت آسیایی در دوره مدرنی دیگه، مذهب و ناسیونالیزم. بنابراین اتفاقا ادغام تو در سرمایه داری جهانی میتونه منجر به عقب رفتن باشه. یعنی ما به عقب رفتیم در جامعه ایران، 300 سال رفتیم عقب، برگشتیم به دوران صفویه، حالا دیگه چی کار تو خونهمون هم میکنیم اینا کار دارن. یعنی اینقدر آزادی انسانی به صلاح اصلا به عقب رفته که وضعیت ما الان اینجوری شده در جامعه ایران دیگه. یعنی میخوام بگم این رشد ناموزون و مرکب که به نظر من یکی از تئوری‌های مهمی است که خود مارکس هم در حتی همون مقدمه نقد فلسفه حق هگل مقدماتش رو توضیح داده برامون، اینکه چجوری ما داریم دولت رو در آلمان در یه دوره مدرن میکنیم که تق دولت مدرن تو خود فرانسهش رفته زده شده. یعنی نقدن که ماهیت دولت مدرن که یه مسخره بیشتر نیست، یه دولت به صلاح ارگان کمیته اجرایی سرمایه داریه، این حالا میخواد بیاد اون مدلی رو کپی کنه که نقدن ما همه فهمیدیم این چیه. مردم خود فرانسه علیهش انقلاب کردن، حالا تازه ما میخوایم بیایم اون دولت رو اینجا کپی کنیم. یعنی این مفاهیم مربوط به رشد ناموزون مرکب رو مارکس به شکل ابتدایی اولی اتفاقا تو همون به اصطلاح نقد مقدمه فلسفه حق هگل مطرح کرده، ولی خب این یکی از قوانین مهمه، قوانین مهمه برای بررسی این کنسپت دورهبندی. یعنی دورهبندی که میخوای بکنی باید به اصطلاح این رشد ناموزون و مرکب رو ببینی، هم چجوری مناسبات سرمایه داری داره تو این کشور مناسبات قبلی رو از بین میبره، مناسبات کالایی رو جایگزینش میکنه، هم چجور در عین حال که داره این کار رو میکنه در واقع روابط اجتماعی اینجا رو به عقب میتونه برونه، یه جا به عقب میرونه، یه جا کپی همین اونجا میبره میذاره. ترکیب این دوتا با هم ماهیت این به صلاح دولت ها رو نشون میدن، ترکیب این دوتا با هم ماهیت این اقتصاد رو نشون میده. در چه اقتصادی است ناموزون و مرکب؟ یه اقتصادی که ناموزون و مرکب بیش صرفا در این نیست که این عناصر پیشرفته تر، عناصر سرمایه داری تر حالا مثلا مخلوط هم با مناسبات غیر سرمایه داری، ولی به تدریج اینا گنده تر میشن، اونا کمتر میشن. نه، میتونه به عقب برونه این جامعه رو از نظر تاریخی. یعنی جلوی رشد مناسبات سرمایه داری رو در تولید بگیره. سرمایه داری فقط در اون شکل ظاهریش، یعنی در شکل بازاریش فقط اینجا وجود داره، در اون شکلی که همه چی تو بازار میتونی، موقع بازار بازار جهانی شکل گرفته، خب هر چیزی میتونه یه قیمتی داشته باشه دیگه. موقع سرمایه داری طلا پول رو تبدیل به خود اصلا تجسم ارزش میکنه، خب هر چیزی که قیمت داشته باشه ارزش هم داره دیگه، ارزش هم پیدا میکنه.
به قول مارکس به هر چیزی که حتی ارزش نداره مثال جالبی هم میزنه، میگه مثل عشق، حتی عشق رو هم میتونه بخره. بنابراین عشق هم ارزش پیدا میکنه، یه ارزش مبادله پیدا میکنه، هر چیزی ارزش مبادله. از این زاویه بله ادغام شده تو بازار جهانی، و نه اینکه تولید اونجا شده تولید سرمایه داری، تولید میدونی یه چیزهای عجیب و غریبی شده. یه گفتیم مثلا توی ایران شما ببینید، آمریکا لوازم دست دوم به اصطلاح وسایل تولید دست دوم که دیگه خودش احتیاج نداره، انگلیس مثلا کارخونه هیلمنش که دیگه اون کسی از اون ماشین هیلمن رو تو انگلستان نمیخرید، انقدر دیگه مدل عقب افتاده ای شده بود، کارخونهش رو میفروشن به ایران پیکان تولید میکنن. یعنی این پروسه خیلی فرق داره با این که آنترپرنورشیپ، سرمایدار ایرانی در رقابت در بازار میاد ابتکارات به خرج میده، باروری کار رو میبره بالا، تکنولوژی جدید وارد میکنه، نه یه شکل تجاری سرمایداری شده، فقط ظاهر قضیه رو گرفته، ظاهرا فقط سرمایداری شده، ولی سرمایه حالا نمیتونیم بگیم این پس کم سرمایداری شده، نه اتفاقا در جهان سرمایداری تنها شکلی که میتونه سرمایداری بشه همین بود، و همین شکل باعث تداوم اشکال عقب افتاده میشه. مثلا مثال بزنم، مثلا شما آرژانتین تا همین مثلا 80 سال پیش عملا واقعا هنوز سیستم فئودالی اونجا حاکم بود، لاتیفونده ها این فودالای بزرگ، زمیندارای بزرگ در واقع حاکم بودن در آرژانتین، ولی بزرگترین فروشنده گوشت در بازار اروپا آرژانتین بود. یعنی بازار جهانی سرمایه‌داری بدون گوشت آرژانتین، هنوزش هم یکی از منابع مهم گوشت آرژانتین، ولی میگم اون موقع تولید داشت تو فودالیزم انجام میگرفت، محصولش ولی داشت می آمد تو بازار جهانی و ارزش پیدا می کرد، پول برمیگشت به آرژانتین، سرمایدار پیدا می شد. یعنی سرمایداری هست، تناقضات سرمایداری اونجا هم حاکمه، منبع اصلی درآمد طبقه حاکم هم سوده، ولی سرمایداری آرژانتین کجا، سرمایداری مثلا کلاسیک انگلستان کجا؟ واضح این دوتا از زمین تا آسمون با هم فرق داره. حالا به این آیا میشه گفت سرمایداری یا نمیشه گفت سرمایداری، این یه بحثی بوده که همیشه ما درگیرش بودیم، یه ایران کی سرمایداری شد، این رو چجوری بررسی ما میکنیم. میشه گفت خب این برای فرض کن ایران خودمون رو ما میخوایم بررسی کنیم، دقیقا چرا این میتونه یه مرحله از کی میشه گفت مناسبات تولیدی سرمایداری در ایران غالب شد، مثلا به نظر من بعد از انقلاب سفید شاه، بعد از اصلاحات ارضی میشه گفت وجه تولید سرمایداری در ایران ما هم غالب شد، ولی باز اون سرمایه‌داری خیلی تفاوت داره با سرمایه‌داری اروپایی، با سرمایه‌داری انگلیسی، با سرمایه‌داری آمریکایی. یه شکلی از این ترکیب عقب افتادگی و پیشرفتگی در این سرمایه‌داری وجود داره که یه چهره خاصی بهش میده، یه روابط خاصی رو ایجاد میکنه. فقط در چارچوب بازار جهانی اینا معنا دارن، به تنهایی بخوای برداری بررسیش کنی اصلا این منطقی، اصلا چرا این وجود داره به این شکل، واقعا شما مطابق چه منطقی میتونی سرمایه داری الان آخوندی رو در ایران توضیح بدی، اصلا چجوری این داره عمل میکنه، چجوری رو پاش وایستاده، این فقط در بازار جهانی میتونی توضیح بدی. این سیستم سلطنتی مثلا عربستان سعودی رو تو چجوری میخوای توضیح بدی؟ بر اساس فقط این پترو دلاراش میتونی توضیح بدی؟
بنابراین تو این رابطه با... خب اینجوری ما نگاه کنیم، برگردیم حالا ماها چجوری دوره بندی کردیم سرمایه رو. مثلا در مارکسیسم این دوره بندی خب به یه شکلی مثلا بعد از میگم بعد از انقلاب اکتبر چون مسئله مطرح شد به اصطلاح عنوان شده دیگه، مارکسیستای اون موقع خود لنین، بوخارین به خصوص، بوخارین شاید بشه گفت یکی از اولین مارکسیستای ماست که سعی کردیم کنسپت انقلاب، میگم کنسپت انقلاب، کنسپت اقتصاد جهانی رو تئوریزه کنیم. یعنی این دید که ما یه چیزی داریم به اسم اقتصاد جهانی فراتر از دولت ها، ملت ها، یا سرمایه داری در انگلستان یا سرمایه داری در آمریکا، یه اقتصاد جهانی ما داریم که تقسیم کاری درش صورت گرفته، یه کشورها اینو تولید میکنن، یه کشورها اونو تولید میکنن. خود این تقسیم کار جهانی چیه؟ این سرمایه‌ای که مثلا بین المللی شده ماهیتش چیه؟ یعنی با کنسپت های اقتصاد جهانی در واقع برای اولین بار میاد مثلا پدیده سرمایه‌داری رو مطرح میکنه بخاری، که خود کتاب امپریزم لنین هم کلیش متکیه به، چون زودتر از لنین هم این کتابش چاپ میشه، متکیه به این تحقیقات بخاری. ولی به نظر من بخاری خیلی بهتر از دیگران، حالا کاری ندارم بعد از نظر سیاسی چی شد، بخاری رو سرنوشت بسیار سیاسی خودش چی بود، از نظر اون کتابی که نوشته سر امپریالیست به نظر من یه سر و گردن از تمام این کتابای دیگه ای که هیلفردینگ و لنین و این کسای دیگه نوشتن دقیق تره در رابطه با این مفهومی که من دارم بیان میکنم، یعنی باید از اقتصاد جهانی شروع کرد. خب علی‌رغم این به اصطلاح تحلیلا خود اونم بعد درگیر شد تو همین تقسیم بندی، دوره بندی که توی کومینترن و بعد از اون بین الملل سوم و بعد از اون بین مثلا مارکسیستایی که به خودشون میگن از سنت بلشویکی میان، مارکسیستایی که به خودشون انقلابی میگن، مثلا از رفورمیزم برش کردن، از آنارشیزم برش کردن و به اصطلاح معرف مارکسیزم انقلابیان، حداقل خودشون اعتقاد دارن دارن این کارو میکنن، ما این دوره بندی مد میشه که به اصطلاح یه دوره اولیه ما داشتیم، دوره رقابت آزاد، یه دوره دوم داشتیم که این دوره انحصارات. خب این دوره بندی آیا منطقیه؟ آیا دوره بندی هم که من میگم باید اینجوری باشه؟ من معتقدم اینه، به نظر من نه. اولا این دوره بندی صرفا تاریخیه، یعنی خود یعنی همون تحلیل کنکرت تاریخی که میگم باید بشه، یه مدل تئوری که یه تحقیق مشخص تاریخی، ولی وسط اینا بجز اون مدل تئوری، خود مدل تئوریک هم مراحل رشد تئوریک داره، یعنی از نظر تئوریک باید مراحل رشدی براش قائل بشی دیگه، یه پدیده است که در حال تغییر و تحول دیگه. خب آیا مراحلی رو میگذاری یا نه، یه تاریخ هرج و مرج امپیریکه، یعنی به جز تحلیل تاریخی جور دیگه نمیشه راجبش صحبت کرد. خب نه این علمی نیست این حرف، یعنی هر پدیده ای، هر حرکتی، هر چقدر آنارشیستی و در هم بر هم و هزاران عامل درش درگیر باشه، باز علم به ما نشون میده که میشه نشست بررسیش کرد، تجزیه و تحلیلش کرد و میشه ازش یه مدل تئوریکی ساخت. مدل تئوریکی حالا تو عمل تست میکنی، هی تصحیح میکنی، هی شناخت تو دقیق ده. مدل تئوریک هم یه چیز داده شده برای همیشه که نیست، دائم خودش در حال تغییر و تکامل. ولی آیا همین هم میشه مرحله بندی هم داشت؟ به نظر من میشه داشت. متاسفانه اون کسایی که گفتم فهمیدن کاپیتال رو باید اینجوری خون، یعنی یه سری مقولات آبستره اولیه است که به شکل منطقی، به شکل ایدئال به هم ربط پیدا کردن، مقولات صرفا کنار هم هم نذاشته شدن، مصنوعی هم نیستن، از کله مارکس هم در نیامدن. اتفاقا کاری که مارکس کرده، سعی کرده با حالا
متد پرزنتیشن، اینجا میخوام برگردم اون نکته ای که چند دقیقه پیش شروع کردم، مدل پرزنتیشن. شما تحقیق که میکنی، بعد موقعی که میخوای پرزنتش کنی به یه کسی، بیانش کنی به یه کسی، این رو توضیح بدی، خیلی فرق داره با اون مدل منطقی که دیولوپش دادی. حتی همون کتگوری های ساده مثل ارزش، مثل کالا، مثل کار، مثل کار لازم، کار آبستره، می سود، طبقه، دولت، همه این چیزها رو باید برای اینکه گویا کنی این بحث تو، برای اینکه نشون بدی این مقولات از کله تو در نیومدن، از واقعیت در آمدن، دائم تو خود واقعیت هم بسنجی دیگه، در واقعیت هم مثالاشو نشون بدی. مثلا مارکس نشون میده خود همین کنسپت ارزش مثلا یه تاریخچه ای داره، 300 سال 400 سال می متفکرای مختلف راجبش حرف زدن. حتی تئوری کار ارزش، یعنی تئوری ارزش متکی به کار آبستره مارکس، حالا نه به شکل مارکس ولی به شکل تئوری کار، ارزش متکی به کار، سالها قرنها قبل از ریکاردو آدام اسمیس به اشکالی مطرح شده. مارکس حتی تو خود همون کاپیتال یه مثال میاره، یکی از قرن 15 اومده گفته آب که در رودخونه میره که ارزشی نداره، ارزشش اونجاست که تو رفتی برداشتی از رودخونه یه سطل بردی کار کردی، یعنی برداشتی آوردی تو خونه، اونجاست که ارزش پیدا میکنه، ولی توی اونجا داره برای خوش میره دیگه، چه ارزشی داره؟ یعنی کنسپت، میگم حتی ارزش تاریخچه داره. در چه مارکس حالا میخواد این کنسپت ها رو توضیح بده، در زم تاریخچهش رو توضیح میده، در زم عملکردش رو تو جامعه موجود سرمایهداری نشون میده. این مثال ها اون موقع کجا بهتر از همه است برای این مثال ها؟ انگلستان. برای اینکه انگلستان پیشرفته ترین کشور از نظر مناسبات سرمایه داری. همین باعث سوء تفاهم خیلی ها شده که مارکس داره سرمایه داری انگلستان رو توضیح میده. سرمایه مارکس توضیح به اصطلاح تئوری که سرمایه داری انگلستانه، نه اینطوری نیست، اون مثال های تاریخی است مارکس میزنه برای کنکرت کردن به اصطلاح این تحلیلش که نشون بده کله اون در نیامده، واقعیت امپیریک رو مارکس تحقیق کرده، به این مقولات رسیده، نه همینجوری از مقولات شروع کرده بعد میخواد قالب بندازه روی این واقعیت. این روش مارکس اینه که این کار رو تو پریزنتیشن باید این کار رو بکنی. دو، پروژه تو تموم نشده، پروژه کاپیتال، قانون حرکت سرمایه تموم نشده، تازه باید 5 جلد دیگه بنویسی تا اینو تمومش کنی، تازه برسونی به اقتصاد جهانی که اینو از دولت بگذاری برسی به اقتصاد جهانی که تازه اینو توضیح کامل داده باشی. این کارم که تموم نکرده، ولی خودش که تو کله خودش یه دیدی داره دیگه. تو موقعی که میخوای راجع به موضوع صحبت کنی، یکی از مثلا مفاهیمی که راجع به علم اتفاق اون موقع تو آلمان را میفته، گوته، یکی از اولین، اتفاق تعجب خواهید کرد، گوته شاعر، یکی از اولین، چون خودش یه ساینتیست خیلی مهمی هم بود در رابطه با گیاهان، کنسپت سلول از گوته میاد دیگه. مارکس بهش یه چی میگن، یه هندونه زیر بغل گوته تو مقدمه کاپیتال گذاشته دیگه، گفته کالا هم برای من سلول سرمایه‌داری، سلولی که منظور همون کنسپت به اصطلاح اولین بار گوته در میاره. کنسپت از علم که تو موقعی راجب علم میخوای، راجب هر پدیده ای، مثلا جامعه سرمایه داری میخوای صحبت کنی، همینجوری که نمیتونی با کله شیرجه بری بگی من اینو تجزیه میکنم به اجزایش، بعد اینا رو یه جوری عاقبت به همدیگه ربط میدم، نه، اصلا خود عمل تجزیه تو چجوری میکنی، بر چه مبنایی تجزیه میکنی واقعیت رو، اگه از اولش کنسپتی نداری از اینکه این چیه که میخوای تجزیهش بکنی، یعنی تا تو یه ایده ای در کلت از اول نداشته باشی اصلا نمیتونی راجع به چیزی تحقیق کنی. امپیریک تو نمیتونی به تجزیه کنی بعد یه ایده ای به کلت بزنه، ممکنه یه ایده های پرت به کلت بزنه، خودت هم نفهمی چرا به کلت این ایده زده،
ولی باید یه برداشت از یه پدیده داشته باشی. ما که برداشت از یه پدیده داری، تازه میتونید بفهمی چجوری من میتونم تجزیه کنم، به چه سطحی از تجزیه باید برسم که به اون روابط ابتدایی برسم، که اون روابط ابتدایی رو کشف کنم، مثل کالا. بنابراین از چی شروع میکنه؟ از ساده ترین رابطه این اقتصاد. یه تعریفی نقدن داره از سرمایه داری که از این شروع میکنه، اونم چیه؟ که سرمایه داری فرقش با فئودالیسم چیه؟ فرقش با بردهداری چیه؟ در سرمایه داری تولید کالایی تعمیم یافته ما داریم، یعنی همه چی کالا شد. یه تولید کالایی ساده داریم دوره قبل از سرمایه داری. سرمایه داری دوره است که تولید کالایی تعمیم پیدا کرده، generalized commodity production، تعریف مارکس از سرمایه داری. یعنی یه تعریف صرفا کلی از این پدیده. از این تعریف کلی اگه شروع کنی، خب تو میگی خب پس حالا چیه اون رابطه اولی که من توضیح خودم کالاه. از کالا شروع میکنه، میاد میسازه تا میرسه به کاپیتال. قوانین حرکت سرمایه رو میخواد توضیح بده، از این رابطه ابتدایی شروع میکنه. ولی توی بیانش خودش نقدن یه ایده ای از این کنسپت کلیتر سرمایه داری هم داره، یعنی یه پدیده ای است که فرق داره با جوامع ما قبل سرمایه داری. اقتصاد طبیعی اصلا مارکس میگه به تمام وجه تولیدهای ما قبل سرمایه داری، اینا همه اشکالی هستن از اقتصاد طبیعی، یعنی اقتصادی که برای مصرف تولید میکنه، نه اقتصادی که برای مبادله تولید میکنه. اقتصادی که همه چی برای مبادله تولید میشن، این تفاوت کلی رو داره که اینجوریه در سطح جهانی شکل میگیره، رابطهش با اقتصاد جهانی مهمه، داره میره به طرف به اصطلاح یه نظام جهانی سرمایهداری رو ایجاد کردن اگر موفق بشه تو مسیرش. خودش بنابراین یه ایده ای از این داره. بنابراین توی کتاب دائم توضیح هم میده، یعنی مثلا یه دفعه این وسط داره یه چیزی رو بی مدل ابستره تئوریک توضیح میده، کنارش میاد مثال کنکرت تاریخی میزنه که اصلا این مقوله واقعیت چجوریه، کنارش میاد از جلدای بعدی کاپیتال خودش نظر میده، مثلا راجب دولت هم اونجا حرف زده، راجب بازار جهانی هم اونجا حرف زده، این راجب مبادله بین کشورهای پیشرفته سرمایه داری و کشورهای ما قبل سرمایه داری هم حرف زده. یعنی از این مثالهای حتی راجب این وجه تولید کامل هم آورده. میگم همه اینها به این اغتشاش فکری بیشتر دامن زد. حالا برگردم به اون مسئله مرحله بندی، همینجوری که ما نگاه کنیم به خود مارکس میبینیم نه، این دوره بندی تسنده. اولا انحصارات، شکلگیری انحصارات یه پدیده عجیب و غریب. مارکس هم توی همون جلد اول کاپیتال راجع به انحصارات صحبت، جلد دوسته که بیشتر هم صحبت کرد، انحصارات طبیعی، انحصارات اقتصادی، انحصارات سرمایه داری. انحصار طبیعی مثلا معدن، فرض کنید نفت مثلا کم فقط دو سه جا مثلا هست، خب انحصار داره دیگه، هر کسی اینا رو پیدا کنه اگه جای دیگه ای نباشه انحصار داره. ولی انحصار اقتصادی یعنی مثلا تو یکی از بزرگترین تولید کنندگان کفشی، مثلا بازار رو گرفتی دست خودت، 80% مثلا بازار دست تو. انحصار اینجوری انحصاری. خب این انحصار زمان خود مارکس هم نقدن شکل گرفته، اتفاق شکلهای اولیه سرمایه داری ذاتا انحصاریه، چون موقعی که فرض کن تولید صنعتی چیت کتون در منچستر را میفته، 1000 تا کارخونه که نیستن که دارن چیت تولید میکنن، 2 تا 3 تا صنعت بزرگ، اونا نقدان مونوپولی دارن، بازار دست همون 2 3 تاست. یعنی روابط مونوپولی اتفاقا از همون اول سرمایه داری شکل میگیره. یا ما که صحبت از رقابت آزاد میکنیم، منظور رابطه بین دولت هاست دیگه.
خب دولت ها هیچ کدومشون موقع طرفدار رقابت آزاد نبودن. انگلستان هم خودش از موقعی طرفدار رقابت آزاد شد که انقلاب صنعتی کرده، چون حالا میتونه جنس هاش ارزون تر از همه بفروشه، حالا شده اون طرفدار رقابت آزاد که بتونی جنس های خودش همه جا آزادانه بفروشه دیگه، کسی تعرفه نبنده. ولی مثلا آلمان که از بالا دولت پروس انقلاب صنعتی رو از بالا، مثل روسیه که صنعت مدرن و غالبی از اروپا وارد میکنن اونجا، وارد کرده، دولتیه در واقع، با حمایت دولته که این سرمایه داری شکل گرفته، از اولش اصلا موافق رقابت آزاد نیست، تعرفه گمرکی میخواد، بله نمیتونه حمایت کنه از این صنایع خودش، نمیتونه رقابت کنه، چون هنوز کلی طول داره به باراوری کار انگلستان برسه. بنابراین از نظر تاریخی هم درست نیست این نوع دوره بندی ها، چیزی رو توضیح نمیده. مثلا میگم طرفدارای مانسلی ریویو سوئیزی و بسا طرفدارانش راجب دوره انحصارات خیلی نوشتن دیگه، اونا هم مثل لنین، مثل به اصطلاح مارکسیستای قرن اوایل قرن بیستم، میگن ما از دوران رقابت آزاد وارد دوره انحصارات شد، هنوزم ما در دوره انحصارات. خب این چه نوع دوره بندیه؟ چه کمکی قرار به چی بکنه؟ دوره ای که خودش 120 سال طول داره، یعنی تازه بگیم اگه از اول قرن بیستم را افتاده، یعنی اوایل 1900 مثلا بگیم انحصارات شکل گرفتن، الان 120 سال گذشته، توی 120 سال سرمایه داری از زمین تا آسمون تغییر کرده، هنوز هم ما میخوایم با همون کنسپت انحصارات توضیحش بدیم. خب چی نشون میده؟ خود این کنسپت یه ذره، معذرت میخوام، میشنگه دیگه، یعنی یه کنسپتی که 120 سال بتونه این رو توضیح بده، یعنی معلومه به هیچ دردی نمیخوره. دوما اصلا انحصارات بدون بخشای غیر انحصاری نمیتونه وجود داشته باشه دیگه. اصلا انحصارات حسنش در چیه؟ تو کرایه انحصاری میگیری دیگه، جنس تو میتونی بالاتر از ارزشش بفروشی چون انحصار داری، انحصار بازار رو داری، میتونی ارزش از بخشای کوچیکتر بکشی به این طرف، ارزش اضافه بر نرخ متوسط ارزش در واقع کسب کنی، یعنی سود بیشتری از بقیه در بیاری، کرایه انحصاری بگیری از غیر انحصاری ها. یه نوع کرایه گرفتن، یه نوع رنت گرفتن به خاطر انحصارات. خب این تا بخش کوچیک نباشه که معنی نداره، یعنی نمیتونه چیز اضافه ای کسب بکنه اگر بخش کوچیکی نباشه، از خودش که نمیتونه دراره که. دو، رقابت اتفاقا دور انحصارات خیلی هم شدیدتر میشه، مدل رقابت جهانی تر میشه، چون انحصارات یه درجه ای از رشد سرمایه‌داری رو نشون میده که در واقع میتونه قدرت این رو داره که بین المللی هم بشه، قدرت این رو داره که دولت رو هم بگیره در خدمت خودش و بره در هندوستان هم حتی سرمایه گذاری کنه، یعنی سرمایه تا بزرگ نباشه از همچین قدرتی رو نداره که بین المللی بشه، از یک کشور به اصطلاح حالت بین المللی پیدا که با سرمایه فرانسوی و آمریکایی و مثلا ادغام بشه، یا از مثلا یه منطقه دنیا به یه منطقه دیگه بره. بنابراین نمیتونه توضیح بده دوره رقابت آزاد از لحاظ رقابت تفاوتی با دوره انحصارات نداره، انحصارات هم رقابت است، از لحاظ اینکه دوره رقابت آزاد اما انحصارات داشتیم، بخش غیر انحصاری داشتیم، هیچ تفاوتی با دوره حالا نداره. مثلا شما حالا نگاه کنید به این استارت، این میگن استارتاپ کمپانی، این کمپانی هایی که شکل گرفته به خصوص تو حوزه های تکنولوژی، مثلا تو سیلیکون ولی هزاران شرکت کوچیک به اصطلاح سرمایه گذاری، بیلیون ها دلار هم به اصطلاح سرمایه گذاری توشون شده، دارن یه کارهایی میکنن ممکن اصلا به هیچ جام نرسه، ولی هستن، هزاران هزار از اینا هستن، یعنی بدون اینا، بدون شکل گیری این سرمایه کوچیک، اصلا سرمایه بزرگ نمیتونه شکل بگیره، یعنی همیشه باید همینا باشن، همونا باشن.
بنابراین نمیتونه دوره بندی دقیقی باشه از نظر مقولات خود اقتصاد به اصطلاح سیاسی که مارکس نقد میکنه. این حرف بیمعناست، اینجور دوره بندی بیمعناست. دوره بندی گفتم باید بر اساس مقولات خود کاپیتال باشه. خب مقولات خود کاپیتال چی هم؟ اولا ما یه دوره انباشت اولیه داریم، در چه این که چجوری سرمایه متمرکز میشه، طبقه کارگر تولید میشه، یعنی یه دست وسایل تولید کنده میشن، سرمایه تجمع پیدا میکنه دست کسی. این یه مرحله است، واضح یه مرحله است. باید در هر کشوری یا در سطح دنیا میخوایم نگاه کنیم اینو از مرحله بعدی جدا کنیم. مرحله بعدی که سرمایه داری شکل میگیره، سرمایه داری مطابق تئوری به صدا کاپیتال، سرمایه کجا میره؟ سرمایه اونجایی میره که نرخ سودش نرخ از نرخ متوسط سودی که اون موقع در اون جایی که هست رایج و معقول و به صلاح چی میگم متعارفه بیشتر، میره به طرف یه جایی که بتونه سود بیشتر ببره دیگه از نرخ متوسط سود. حال چیزی به اسم نرخ متوسط سود وجود نداره، ولی در هر حوزه‌ای در هر رشته‌ای هست دیگه. به هر حال چون تعداد این شرکت‌ها زیادن، به هر حال به تدریج هر سرمایه‌داری یه توقعی داره دیگه. من میتونم عین بقیه مثلا این درصد سود رو بگیرم دیگه، در نشه اگه بتونم مخارجم رو کم کنم فلان کنم مثلا میتونم سودم. باید بتونی حسابا رو به یه شکلی بکنی دیگه. در نشه چیزی هر چقدرم ذهنی باشه هنوز کاملا ابجکتیو نشه اندازش گرفت، وجود داره به اسم نرخ متوسط سود در هر بخشی از اقتصاد، در هر حوزه ای از صنعت. سرمایه به طرف اون جایی میره که به اصطلاح نرخ سود بالاتر باشه. خب بنابراین ما دو تا چیز داریم، یکی یه جاهایی پروسه انباشت اولیه است، هنوز سرمایه به اونجا نرسیده که بتونه سرمایه داری بشه، یه جا سرمایه رسیده به یه جایی که سرمایه داری شده. خب حالا موقعی که این سرمایه حرکت میکنه میره اون کشوری که تو دوره هنوز انباشت اولیه است، اگر میخوای مرحله بندی کنی اولین پدیده اینه که این سرمایه روی اون پروسه های انباشت اولیه چه اثری گذاشته، آیا به انباشت اولیه کمک کرده بره به جلو یا به عقب روندتش، چجوری به عقب روندتش. یعنی دوره اولیه در واقع برای دوره بندی این سرمایه داری جهانی خود همون رابطه بین سرمایه است و انباشت اولیه. انباشت اولیه گفتیم نه تنها تو دنیا از بین نرفته، بلکه تو حتی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم هنوز ادامه داره. تو حوزه‌های جدید سرمایه تو هر حوزه‌ای که بخواد وارد بشه و جدید باشه یه نوع انباشت اولیه‌ای باید صورت بگیره دیگه. یه سرویسی رو، یه کالایی رو، یه چیزی رو که قبلا برای مصرف تولید می‌شد حالا می‌خواد کالایی کنه. برای این یه عده‌ای که اون کارو قبلا میکردن مصرف برای مصرف تولید میکردن حالا باید بشن سرمایه دار دیگه. درچه انباشت اولیه باید تو هر حوزه جدیدی صورت بگیره، درچه پروسه ای نیست که تموم میشه از نظر تاریخی از بین میره، همیشه وجود داره. به خصوص موقع که تو کشور عقب افتاده تو میری، این سرمایه ای که شکل گرفته در سرمایه داری شکل گرفته دیگه خیلی فرق داره با پروسه انباشت اولیه. این یه ضرب میتونه بره، مثل احتیاجی به تمرکز سرمایه اونجا نیست، این سرمایه از خارج میره کفش صنعتی تولید میکنه 700 تا کفاش رو بیکار میکنه، هیچ کدوم از اونام سرمایه دار نمیشن، یعنی همشون صرفا تبدیل میشن به کارگر آزاد، آزاد از نیروی کار، آزاد از وسایل تولید. بنابراین یه جنبه اونه. پس سرمایه به چه طرف حرکت میکنه، به چه دلیل به این طرف حرکت میکنه و تأثیرش رو سر پروسای انباشت اولیه اون جایی که واردش میشه چیه. از این لحاظ باید، یعنی ما یه معیاری داریم که به واسطهش میتونیم دوره بندی کنیم، که این همون پدیده است که حالا مد شده توی
تحلیل های آکادمی که تو بررسی آکادمی به اسم نظام انباشت ازش صحبت میکنه. ما در دوره های مختلف نظام های مختلف انباشت داریم. مثلا الان نظام انباشت ما نظام انباشتی شده، مالی شده، فاینانشالایز شده، این شده، این شد. نظام انباشتی دوره مثلا فوردیزم این بود، نظام انباشتی دوره انحصارات مثلا این بود، نظام انباشتی یعنی اون کنسپتی که به اسم نظام انباشت گفته میشه در واقع همون چیزی است که مارکس داره میگه، سرمایه به اون جایی میره که نرخ سود بالاتر باشه. بنابراین اینکه نرخ سود از نرخ متوسط سود تو هر دوره‌ای چجوری از اون بالاتر رفته یکی از معیارهایی است که بر اساسش ما میتونیم دوره بندی کنیم. خب اینجوری که باید دوره بندی کنیم، مرحله بعدی چیه؟ نرخ سود تو جامعه سرمایه داری که شکل میگیره کجا بالاتر میره از نرخ متوسط سود؟ این رو هم باز خود مارکس تو کاپیتال توضیح داده. اونجایی که سرمایه‌داری صنعتی دیگه داریم صحبت میکنیم ما، برای کالاهاش بازاری بزرگتر از بازار محلی خودش داشته باشه، یعنی بتونه به جاهای دیگه هم ببره این کالا رو، در چه میتونه مقیاس تولیدش رو بزرگتر کنه، تکنولوژیش رو گرونتر و گندهتر و بسا قویتر بکنه، باراوری کاری که بالا ببره ارزش کالاهاش رو کمتر، قیمت کالاهاش رو کمتر کنه، بتونه کالای بیشتری اگه بفروشه، یعنی بیشتر فروختن خودش یه انگیزه قوی حرکت به طرف تراکم و تمرکز سرمایه. بنابراین نرخ سود اونجایی میره که سرمایه داری میتونه مصنوع چیت هندوستانشو چیت منچسترشو به هندوستانم بفروشه. این دوره اول غارت بود، حالا فروش مصنوعات صنعتی به اقتصادهای ماقبل سرمایه داری که در واقع مثلا یکی از کارهایی که روزا میکنه اینه دیگه، توی اون کتاب اکیومولیشن کپیتالش، حالا به نظر من یه شکل اشتباهی ولی به هر حال تلاش مهمیه دیگه، نشون میده چجوری اصلا سرمایه داری اروپایی برای رشدش بدون این پروسه های انباشت اولیه تو کشورهای عقب افتاده نمیتونه اصلا دووم بیاره، یعنی اگه این بازار رو نداشته باشه اصلا ارزش اضافهش رو نمیتونه تحقق بده در کشور خودش. بنابراین حرکت سرمایه به طرف بازارهای جهانی در دوره اولیه بله میتونه یه مرحله بندی، یه دوره بندی باشه. بنابراین جمع‌بندی کنم، یه مرحله از انباشت سرمایه داریم ما، سرمایه انباشت هی گنده تر میشه، این یه قانون حرکت سرمایه است، ترکیب ارگانیکش هی میره بالاتر هی گنده تر میشه، یعنی برای اینکه تو وارد یه حوزه بشی، وارد یه حوزه تولیدی بشی، وارد یه حوزه تولید کالایی بشی، هرچی از عمر سرمایه داری میگذره مقدار سرمایه‌ای که باش، مینیموم سرمایه‌ای که باش میتونی وارد این حوزه بشی گنده تر و گنده تر میشه، چون میزان تو تراکم، مارکس از تراکم و تمرکز سرمایه صحبت میکنه، concentration and centralization، concentration منظورش بزرگ شدن واحد تولیدیه، یعنی سرمایه کانسنتری تر میشه، یه واحد تولیدی سرمایه عظیمتری امروز لازم داره تا 100 سال پیش، برای اینکه تکنولوژی انقدر رشد کرده به اصطلاح نمیتونی با سرمایه کوچیک اصلا دیگه وارد اصلا بازار بشی، وارد بازار بخوای بشی تو این حوزه صنعتی باید از این سطح تکنولوژی که برخوردار باشی، برای جنساتو هیچ جوری نمیتونی بفروشی به کسی بدی، قیمتش زیاد. بنابراین یه درجه از تراکم و تمرکز سرمایه داریم و یه حرکت سرمایه از یه حوزه‌ای به یه حوزه دیگه. این به نظر من سه تا معیاری است که میتونیم بر اساسش ما این دوره بندی رو به شکل علمی هنوز انجام بدیم. یعنی از این زاویه که نگاه کنیم
دوره بندی سرمایه داری معنی پیدا میکنه. تا یه اندازه هم میتونه حتی منطبق باشه به همون دوره بندی کلاسیکی که مارکسیست های بین الملل سوم میکردن، یعنی دوره رقابت آزاد در واقع مصادفه با همون دوره ای که نرخ اضافی سود، سود اضافه بر نرخ متوسط سود توی مبادله جهانی بود، توی کالاهای صنعتی رو به کشورهای غیر صنعتی بردن، غیر سرمایه‌داری بردن. تو دوره دوم که انحصارات بهش گفته میشه، دوره ایست که از حد حالا بردن جنس خارجی و فروختن در کشورهای غیر سرمایه‌داری فراتر رفته، سرمایه هم به کشورهای عقب افتاده برده میشه و در اونجا تولید میشه. یعنی این سرمایه هم نمیتونه به تو کشورهای دیگه چیزی غیر از مواد خام تولید کنه، چون بازارش خودشه، بازارش کشورهای پیشرفته سرمایه داریه. درچه اگر هم میره تو کشورهای دیگه تولید مواد خام رو میگیره دستش برای بازارهای خود کشورهای سرمایه داری. این میتونه یه دو بله این یه نظام انباشت ویژه‌ای رو برقرار میکنه، فرق داره با دوره. اون دوره که تو میخوای جنساتو بفروشی خیلی فرق داره، رابطت با دولت ها خیلی فرق داره. سرمایداری غربی با کشورهای غیر سرمایداری رابطهش خیلی متفاوت تره تا دوره که میخواد سرمایه ببره تو اون کشور. دوره اولیه زیاد کاری به سرمایدارای بومی نداره، دوره دوم جلوی سرمایدارای بومی رو میخواد بگیره که مبادا رقیب خودش بشه. بنابراین به نظر من این منطق رو ما داریم بر اساس مراحل انباشت سرمایه، تراکم و تمرکز سرمایه، نرخ‌های متوسط ارزش اضافی، چه نرخی بالاترین سود اضافه رو میتونه بده، سرمایه به اون طرف اگه حرکت میکنه توی پروسه های انباشت اولیه توی این کشورهایی که واردش میشه چه اثری میذاره، این دوره بندی رو میتونه برای ما توضیح بده. اینطوری که نگاه کنیم در واقع میشه گفت ما به جنگ جهانی دوم که میرسیم این نرخ متوسط سود دیگه کاملا، نرخ سود اضافه کاملا متفاوت، کجا نرخ بیشتر سود رو میشه گرفت دیگه نه فروش کالاس، فروش اجناس مصرفی به کشورهای ما قبل سرمایه داری، نه سرمایه گذاری برای تولید مواد خام، بلکه در فروش وسایل تولیده. یعنی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم سرمایداری رابطه اصلیش با کشورهای دیگه فروش وسایل تولیده، یعنی سرمایداری داره سرمایداری رو میفروشه. حالا سرمایداری تو دوره بعد از جنگ جهانی دوم در واقع داره سرمایدار ایجاد میکنه تو کشورها. اگر انگلیس جلو سرمایداری بومی رو میگرفت مبادا رقیب خودش بشه، سرمایداری حالا دوره بعد جنگ جهانی دوم میره در واقع چیکار میکنه؟ با سرمایداری بومی شریک میشه، با همدیگه شروع میکنن مثلا جوینت ونچر ایجاد کنن، این کارخونه تولید یخچال در اختیارش میذاره، اون اونجا انحصار تولید یخچال برای بازار داخلی میگیره دستش. یعنی تو این دوره دومی، دوره سومی نرخ سود اضافه تو چی میره؟ میره تو تولید تکنولوژی. ما در این دوره و خیلی ها که می صحبت کردن راجع به این دوره بندی ها، حالا چه منطقی چه غیر منطقی، اصلا واقعا به جز یکی دو نفر که من میشناسم کسی وارد این مرحله اخیر دوره بعد جنگ، تعریف درستی از دوره بعد جنگ نداریم هنوز حتی که بخوایم بر اساسش دوره بندی کنیم. به همین خاطره طرفدارای مانسلی ریویو که هنوز میگن انحصارات، یه عده دیگه که اومدن مثلا این رو حالی حرفه میگن دوره مصرفی، دوره مثلا اقتصاد کانسیومریزم، مثلا همین البریتون و این
گروهی که طرفدار به اصطلاح اونو بودن و طرفدار سیستم تئوری هستن، اونا مثلا تحلیلشون اینه دوره بعد از جنگ دوره کانسیومریزمه. خب کانسیومریزم هم منطقی نیست، یعنی یه باز یه یعنی یه ایده ای که از منطق سرمایه بیرون اومده نیست، یه به اصطلاح شکل ظاهریشه باز داریم میگیم. ولی خود کانسیومریزم مارکس در همون کاپیتال جلد دوش توضیح داده، موقعی که میاد میگه ارزش فقط تو بازاره که تازه تحقق پیدا میکنه، این کار اجتماعا لازم فقط تو بازاره که با هم سنجیده میشه، ولی مقدارش نه میتونی حساب کنی تو جامعه سرمایه داری نه در دست هیچ سرمایه داری. یه ایده ای داره در کلش، اونم تو هر شاخه صنعتی نه تو هر کل جامعه بتونه یه ایده کار آبستره چیه که اندازه بگیریم ببینیم ارزشش تو تولید چقدر بوده، ارزشی که تولید شده تو تولید تو بازاره که تازه معنی پیدا میکنه. همون جایی که این حرف رو میزنه مارکس در واقع میره دقیقا تو این جنبه که از نظر به اصطلاح تحقق ارزش جامعه سرمایداری مصرفگرا میشه، یعنی حوزه تحقق ارزش مهمترین مسئله سرمایداری میشه، اینکه چجوری مصرف کننده ها رو بیشتر بکنه حوزه اصلی به اصطلاح دلمشغولی سرمایداران میشه. این سرمایداران مجبورن، اصلا کانسیومریزم تبدیل به یه ایدولوژی جدید میشه، اصلا مارکس این جمله مارکسه. خب این مارکس همون موقع گفته، بنابراین کانسیومریزم هم باز نمیتونه یه مرحله خاصی باشه. آره در جامعه به اصطلاح سرمایه‌داری اونم آمریکا، اونم به این دلیل که آمریکا میشه مرکز به اصطلاح این انحصارات جدید تکنولوژیک، میتونه این پدیده شکل بگیره. ولی همه جای دنیا ما آنچنان ما کانسیومریزم نمیتونه، مثلا اقتصاد اروپایی و اقتصاد انگلیس و مثلا آدم بیاد با کانسیومر، ما بدبختی تو انگلیس آه در بساط نداریم ناله کنیم که حالا کانسیومریزم بخواد مثلا اینجا اونجور غالب بشه. واقعا فقط برای آمریکا معنا داره، نمیتونی با یه همچین کنسپتی اقتصاد جهانی رو توضیح بدی. به نظر من اینجا هم که ما میایم به اصطلاح فاز بعدی اگر میخوایم تو که ادامه داره تا به امروزه، یعنی سرمایهداری از یه جایی شروع میشه میرسه به یه جایی که به نظر به اصطلاح بعضی از مارکسیستا یه طرح بازتولید گسترده مارکس در جلد سه داره که نشون میده که رابطه بین بخش یک و بخش دو چیه، یعنی بخش تولید کننده وسایل تولید و بخش تولید کننده وسایل مصرفی، و به یه شکلی البته فرمولش مثال میزنه، هیلفردینگ بعد برمیداره اینو از نظر ریاضی فرموله هم میکنه، یعنی این بحث مارکس رو در فرمول ریاضیش رو هم میمیسه. بحث مارکس در واقع اینه اگه بخوام من خلاصش رو بگم، طرح بازتولید در جلد سه که اگر اون بخشی که وسایل تولید تولید میکنه، تو این طرحهای بازتولید اینو تو تبصره بگم، مارکس میخواسته در واقع به یه شکلی نشون بده چجوری سرمایداری علارغم این تضادهاش، علارغم تمام این بحرانها، چجوری به حیاتش ادامه میده، چجوری میتونه خودشو باز تولید گسترده بکنه. و اینا صرفا یه طرحه، نه اینکه واقعا هم اینجوری وجود داره، طرحیه که نشون بده امکان رو. مثلا توی همین طرح باز تولید گستردهش در واقع مارکس اثبات میکنه که اگر بخش تولید وسایل تولید سریعتر رشد کنه از بخش تولید وسایل مصرفی، پروپورشنا یه جوریه که همه کالاهای تولید شده میتونه تحقق پیدا کنه. فرض کنیم مثل یه مدلی که از خیلی از عوامل مدل باز ایدئال دیگه، این مدل یعنی اگر تولید وسایل تولید بیش مسئله مقدارش نیست، خیلی شتابشه،
مسئله از نظر ریاضی یعنی دیفرنشال اکویشن لازم داری برای توضیح این. مسئله نیست که مقدارش بیشتره، سرعت رشدش بیشتره. اگه سرعت رشدش بیشتر باشه از بخش دو، بخش وسایل مصرفی، سرمایهداری میتونه به باز تولید گسترده ادامه بده، چون بازار خودش رو گنده تر میکنه. خب ما در بعد از جنگ جهانی دوم در واقع به این فاز رسیدیم، یعنی سرمایهداری به یه جایی رسیده که بخش دو، سرمایهداری جهانی رو دارم میگم، حالا سرمایهداری جهانی هم خب توش مثلا حوزه های مهم هست، حوزه های فرعی هست که مثلا سرمایهداری آمریکا یه حوزه بزرگه، به خصوص اینکه سرمایهداری آمریکا بعد جنگ جهانی دوم میشه پلیس دنیا دیگه، میشه رهبر دنیا، چون امپریالیزم اروپایی رو از بین میبره، خودش حالا میشه قدر قدرت دنیا. از اون به بعد هر برنامه ریزی برای دنیا شده دست آمریکا توشه به یه شکلی، یعنی اینای دیگه جوجه به صلاح امپریالیست ها دیگه در مقایسه با آمریکا. آمریکاست به صلاح کشور اصلی سرمایداری جهانی. آمریکا نه تنها غلبه پیدا کرده به سرمایه‌داری جهانی، بلکه خودش در تولید خودش یه جایی رسیده که بخش وسایل تولیدش سریعتر رشد میکنن از بخش وسایل مصرفیش. اینجوری که بشه ما وارد یه دورانی میشیم که بعضی از مارکسیستا، اولین بارم روستولسکی بود این حرف زد، بعدش مندل، من از مندل این رو به صدا یاد گرفتم، مندل این رو تئوریزه کرد، اونم تئوری انقلاب تکنولوژیک مداوم. یعنی ما در سرمایه‌داری جهانی از بعد از جنگ جهانی دوم وارد یه فازی شدیم که این فاز رو دیگه میشه اسمش گذاشت انقلاب تکنولوژیک مداوم. یعنی شما نگاه کنی واقعا امروزه هرچی ما جلوتر میریم تو این قرن، درستی مفهوم روشنتر میشه. الان شما نگاه کنید فقط در عرض همین 30 سال ببینید چه تغییر و تحولات تکنولوژیکی در سرمایه‌داری جهانی صورت گرفته. مرکزش هم آمریکاست. انحصار تقریبا 90% تکنولوژی جدید هم دست آمریکاست. دست سرمایه گذاران آمریکایی، دست شرکت های آمریکایی. انحصار تکنولوژیک رو در این انقلاب تکنولوژیک مداوم آمریکاست که داره. یعنی اگه میخوایم دوره بعد از جنگ جهانی دوم رو توضیح بدیم، دوره مدرن رو توضیح بدیم، دوره که ما توش هستیم رو توضیح بدیم، و بر اساس قوانین خود سرمایه‌داری بخوایم توضیح بدیم نه بر اساس ظاهر تاریخی پدیده، باید با این کنسپت انقلاب تکنولوژیک مداوم بریم جلو. این یه دفعه یه تفاوت کیفی در نرخ سود اضافه بر نرخ متوسط سود میذاره دیگه. این دیگه نه تو صدور کالاست، کالای مصرفی، نه تو صدور سرمایه است برای تولید مواد خام، بلکه در کرایه تکنولوژیکه. یعنی تو اگه یه تکنولوژی رو بتونی انحصارش رو در دستت بگیری، میتونی از بقیه کرایه بگیری برای این تکنولوژی. یعنی شما نگاه کنید به محصولات تکنولوژی، مثلا فرض کن آیفونی که فروش میره، آیفونی که فروش میره، شما مخارج جنسایی که توش رفته رو به جمع بزنی 50 دلار هم نمیشه، 2000 دلار میفروشه این آیفونو. این آیفونو چجوری 1250 دلار دیگهش از کجا میاد؟ 90% کرایه تکنولوژیکه. یعنی چون این تکنولوژی انحصارش داره، اون تکنولوژی رو انحصارش داره، اون تکنولوژی رو انحصارش فلانی داره، پولایی است که اینا میگیرن به صورت رنت از بقیه به خاطر انحصار تکنولوژی. شکل اصلی سود اضافه بر نرخ متوسط سود در دوران ما کرایه تکنولوژیکه.
این همون چیزی است که مثلا یه سری از اقتصاددونا، مثل منجمی اقتصاددون معروفمون سیریزایی بود با حکومت سیریزا بسا یونانی ما، که میگه تکنو فودالیزم، یعنی تکنوکرات ها، تکنولوژی، صاحبان تکنولوژی شدن این فودالا. دقیقا این ترم، البته ترم معنی بسا میرسونه این معنی رو، ولی صحیح نیست دیگه. در واقع به جایی که بگیم کرایه تکنولوژیک منبع اصلی سود اضافه بر نرخ متوسط سوده، این حرف رو میزنیم، چون نمیخوایم اینجوری توضیح بدیم. بنابراین به نظر من شکل نظام انباشتی هم که شکل میگیره متکیه به همین پدیده. نظام انباشتی که در بازار جهانی شکل میگیره، فاینانشیالایزیشنی که شکل میگیره، در واقع ریشه در همین داره. موقعی که نرخ اضافه بر نرخ متوسط سود تو کرایه تکنولوژیکه، دیگه سردمداران سرمایهداری، رهبران سرمایهداری علاقه ای ندارن در یک کشور برن با فودالا بسازن به خاطر که میخوان مواد خامش رو بگیرن. اون کارم هنوز میکنن، نه اینکه نمیکنن، اون منابع از بین نرفته، ولی اون محل اصلی حرکت سرمایه دیگه نیست. محل اصلی حرکت سرمایه کرایه تکنولوژیکه. در نتیجه برای سرمایهداری، ایجاد سرمایهداری در هر کشوری بهترین وسیله پیشرفته. یعنی سرمایهداری اگر میخواد تکنولوژیش رو بفروشه کرایه بگیره، باید به شکل وسایل تولید بفروشه دیگه. تکنولوژی که بسیار دانشش رو که نمیفروشه که، وسایل تولیدی که با این تکنولوژی تولید شدن رو میفروشه دیگه. خب وسایل تولید تکنولوژیکی که خودش هر روزه داره توش انقلاب میکنه، هر روزه داره تغییر میده، جنسایی که رو دستش میمونه رو حالا میفروشه به کشورهای دیگه. تکنولوژی دست دومش رو تازه کرایه تکنولوژیک هم میگیره. بنابراین دوره است که برای اولین بار سرمایهداری، در واقع سرمایهداری غربی، سرمایهداری 7-8 تا کشور اولیه پیشرفته به اصطلاح سرمایهداری، این 7-8 تا کشوری که لنین و اینا بهشون میگن کشورهای امپریالیستی، این کشورها که حالا سرکردگی همشون میفته دست آمریکا، در واقع علاقه من میشه به اینکه همه دنیا رو سرمایه داری کنه. برای اینکه سرمایه داری که فقط میتونه وسایل تولید بخره دیگه، من مصرف کننده که وسایل تولید لازم ندارم. یعنی خودش میره مداخله میکنه در دنیای سوم، به اصطلاح کشورهای حاشیه‌ای، با یه طرحی که بعدها معروف میشه به اسم مارشال پلن دنیای سوم. یه طرح مارشال پلن آمریکا برای آمریکا داشت، یه طرح مارشال پلن هم برای دنیای سوم، که مثلا انقلاب سفید ما که شاه میاد اجرا میکنه، همین طرح آمریکاییه که میارن اونجا میدن دستشون هم اجرا میکنه. انقلاب سفید شاه این طرح سرمایهداری کردن کشورهای عقب افتاده است، کشورهای حاشیه‌ای. بنابراین برای اولین بار در دنیا ما میتونیم بگیم از بعد از جنگ جهانی دوم ما مصادف میشیم با یه دوره‌ای که همه جهان کم و بیش، حالا همه جهان باز اغراق دی، یعنی کم و بیش، یعنی از نظر کمی کیفی که بگیری یه تغییر کیفی کرده، یعنی جهان سرمایه داری شد، وجه تولید سرمایهداری بر کل دنیا غالب شده. این رو ما از جنگ جهانی دوم به این طرف میتونیم بگیم. بنابراین این یه دوره، یعنی اگه بخوایم حال برگردیم اون بحث اولی من، اگر سرمایهداری کنسپت اقتصاد جهانی ببینیم، وجه تولید جهانی ببینیم، در واقع میشه گفت تازه از جنگ جهانی دوم به این طرفه که ما سرمایه‌داری جهانی به این معنی که من میگم داریم، تا قبل از اون نداریم. خب این سرمایه‌داری جهانی احتیاج به قدرت جهانی هم داره دیگه، اتفاقا شکل نمیگرفت اگه قدرت جهانی نبود.
دقیقا جنگ جهانی اول و دوم به این دلیل شکل گرفت که یه قدرت جهانی که بتونه غلبه کنه به بقیه این کشورها وجود نداشت. انگلیس دوره ای همچین قدرت رو داشت، و این موقعی که ما داریم صحبت از اوایل قرن بیستم میکنیم، نه فرانسه، آمریکا، روسیه، آلمان، هر کدوم از اینا برای خودشون یه قدرتی بودن. قدرت انگلیس اونجور نبود که میتونست همه دنیا رو دستش بگیره، همه دنیا رو غلبه کنه. دیگه گذشته بود اون دوره اولیه سرمایه‌داری و امپراتوری انگلیس. دلیلی هم که جنگ جهانی صورت میگیره تو همینه. آمریکا موقعی که بعد از جنگ جهانی دوم پیروز میشه، عملا هژمون دنیا میشه، و چون هژمون دنیا میشه، اون میتونه دقیقا این طرح رو به همه جا اجرا کنه و اجرا هم میکنه. کم و بیش این کشورهای دیگر هم میکشونه دنبال خودش با مارشال پلن اروپاییش. در واقع سرمایداری اروپا رو هم تبدیل میکنه به یه زائده سرمایداری آمریکا. بنابراین دوره فعلی رو ما اگر میخوایم بفهمیم چیه، اول باید از این پدیده شروع کنیم، یعنی پدیده انقلاب تکنولوژیک مداوم و جهانی شدن سرمایداری به اصطلاح موجود، سرمایداری که هنوز به اون به چی میگن، هنوز اون ایده ایدئالش، یعنی اون ایدئال جهانیش هنوز در واقعیت شکل نگرفته. اینجوری که نگاه کنیم، پس اصلا بخوام حالا این همین فکر دارم با صدای بلند میکنم، زیاد این جمله رو جدی نگیرین، بعد میتونیم سرش بحث کنیم، دارم به عنوان مثال میگم. یعنی در واقع اگه بخوایم با این دید من نگاه کنیم، تازه ما به اونجا رسیدیم که سرمایه‌داری مرحله اولیه و ابتداییش رو تموم کرده، یعنی تازه جهانی شده، تازه تبدیل شده به اون چیزی که باید باشه. هنوزم خیلی مونده جهانی بشه، چون خود جهانی شدن وجه تولید یعنی یه قدرت جهانی هم باید شکل بگیره. اون قدرت هنوز وجود نداره، دولت جهانی هنوز وجود نداره. دولت جهانی رو بعد آمریکا از طریق هژمونی و زد و بند با این و اون و به اصطلاح چی میگن، علای های خودش و متفقین خودش و متحدین خودش رو تو دنیا دائم ردیف کنه، اعمال کنه. امروزه میبینیم هنوز رقابت از سرش، چین میگه نه من قبول ندارم، روسیه قبول نداره، هنوز نمیتونه یه نظم جهانی، قدرت جهانی حاکم بشه به این وجه تولید جهانی. ولی اینم پروسه ایست که داره جلو میره. تناقضاتی که ما میبینیم تناقضاتی است که بین این دولت ملت ها و این وجه تولید جهانی سرمایه‌داری در حال شکل گرفته. ما این تناقضات بین دولت و درون دولت ها هم میبینیم. یه بخشی است که چهرش رو به سرمایه‌داری جهانیه، یه بخش عقب افتاده ترش که چهرش به داخل و به سرمایداری عقب افتاده تر داخلی و ناسیونالیستیه. این جریانات فاشیستی و دست راستی که شما ببینید تو اروپا و آمریکا در حال شکل گرفتنن، اغلبشون یه واکنشیه از همین دست به اون بخشایی از دولت که دیگه اصلا از ملت خودش کنده شده، اصلا پاسخگو به ملت خودش نیست، در واقع نهادهای پشت قدرت هن که دارن رگولیشن اقتصاد جهانی رو تنظیم میکنن. در واقع بازخواست پس میدن به سرمایه‌داری جهانی. این تناقض بین دولت ها یه پدیده است که هنوز نمیبینیم به کجا داره میره. این دقیقا الان داریم شکلش رو میبینیم. یعنی میخوام بگم این دوره جدیدم هنوز نمیتونی بگی سرمایه‌داری واقعا اون چیزی شده که باید باشه. این به این معنا نیست که پس تا ابد ادامه دارد، و منظورم اصلا این نیست. یعنی میخوام بگم برای اون کسانی که میان صحبت از دوره انحطاط سرمایه‌داری میکنن، دوره افول سرمایه‌داری میکنن، این که همین روزا ساقط میشه، همونطور که مارکس گفته یه وجه تولید تا موقعی که جابر رشد داره همینجوری برخلاف اون حرف خروشچف مثل هلو نیست که از درخت بیفته دستت موقع رسید، نه تا نندازیش جایی نمیره.
انقلاب هم حتما نباید دلیلش این باشه چون سرمایداری در حال افوله پس باید انقلاب کرد. نه، انقلاب هر زمانی لازمه، برای اینکه این سرمایداری تناقضاتش رو نمیتونه حل کنه، دائم این تناقضات رو به شکل دیگه ای باز تولید میکنه. همینطور که الان تو این جهانی شدنش یه دفعه رقابت بین نیشن استیدار شدیدتر هم حتی کرده، برای اینکه دقیقا شرایطی که باید یه قدرت جهانی شکل بگیره، یه دولت جهانی شکل بگیره، ولی هنوز بسیار تحت شرایط سرمایه‌داری به اصطلاح آمریکایی باید این شکل بگیره، و این خب خیلی ها مقاومت میکنن در مقابلش، و این تا کجا برسه حالا باید ببینیم توی دوره آینده. ولی میخوام بگم از نظر تئوریک بنابراین تو نگاه کنی به بچه تولید سرمایه داری، به نظر من تازه دوره اولیش، دوره ابتداییش، پیشا تاریخش رو گذرونده، تازه رسیده به اون چیزی که باید باشه، یعنی تازه رسیده به یه بچه تولید سرمایه داری جهانی، داره میرسه، هنوزم به اونم نرسیده. آیا میرسه به اون؟ آیا قبل از اینکه برسه به اون ساقط میشه؟ خب این بحثی است که باید بکنیم، ولی میگم ما اینجوری میتونیم دوره بندی کنیم سرمایه داری. معذرت میخوام، من تازه اینایی که گفتم من فکر کردم، الان یه دفعه چشم به ساعت افتاد، واقعا از رفقایی که هستن معذرت میخوام، ولی واقعا هنوزم تمام نکردم صحبتم، ولی به هر حال دیگه سر رفقا رو بیش از این درد نمیارم، حرف کلیمو به یه شکلی زدم، یعنی روش خودم رو توضیح دادم و شکلی که من نگاه میکنم به قضیه رو توضیح دادم. امیدوارم این حالا یه سری دیگه از رفقا رو تحریک کنه که بیان یه جوابی به این حرفا بدن دیگه، بیان یه توضیح دیگه ای بدن، یه توضیح آلترناتیو خودشون رو ارائه بدن. واقعا امیدوارم رفقایی که بعد گوش میکنن به این حداقل تشویق بشن به این که بیان این بحث رو دنبال کنیم، بالاخره ته و توی این قضیه رو باید درآریم با هم دیگه دیگه. معذرت از رفیق یاسمن، معذرت از همه رفقایی که تا حالا نشستن تو اتاق و گوش کردن، من دیگه اینجا تموم میکنم.